با عرض سلام و صبح بخیر به برنامه آغاز روز خوش آمدید. طبق معمول برنامه آغاز روز امروز هم 3 ساعت ادامه دارد که در ساعت نخست مروری داریم بر پایگاه های خبری افغانستان و جهان و در نیم ساعت بعد حسن حقیار آگاه مسائل دینی میآیند و در مورد فضیلت و فلسفه قربانی بر ما معلومات میتن و اما تو نیم ساعت بعدش مبارک روحانی آگاه اقتصادی است و آریان خیبر آگاه امور سیاسی است که در مورد افزایش فقر و بیکاری در کشور همچنان اعلام شمار دقیق سربازان آمریکا در افغانستان و در یک ساعت آخر برنامه فردین فدایی در مورد شکایت شهروندان از بلند رفتن مواشی و میوه خوش در روزهای عید و همچنان همکار ما و گزارشگر آریانا نیوز از ولایت ننگرهار زیارمل در مورد چگونگی برگزاری عید در ولایت ننگرهار و همچنان نصرت الله ابراهیمی همچنان همکار ما هستند از ولایت قندوز در مورد مشکلات مردم در روزهای عید بر ما معلومات میتن و در نیم ساعت اول مرور داریم بر پایگاه های مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. در نخست پایگاه خبری آریانا نیوز نوشته است که فرو ریختن یک ساختمان در هند جان 3 تن را گرفت. دست کم 3 تن در فرو ریختن یک ساختمان در هند جان باختند و حدود 40 تن زیر آوار گیر ماندند. یک ساختمان 5 طبقه‌ای که گفته می شود بیشتر از 100 سال قدامت داشته در شهر ممبئی هند صبح دیروز فرو ریخته و نیروهای نجات در تلاش بیرون کردن گیرماندگانند. بیشتر از 10 تن از زیر آوار زنده بیرون کشیده شدند. امبولانس ها و موترهای آتش نشانی در این مکان مصروف کار برای نجات گیرماندگانند. این در حال است که ممبئی به تازگی از باران‌های سنگین و سیل ها به حالت عادی برمی‌گردد. باز هم پایگاه خبری آریانا نیوز نوشته است که 2 میلیون زائر دیروز در مراسم عرفات شرکت کردند. 2 میلیون زائر روز پنج شنبه به کوه عرفات رفتند و امروز مراسم عید قربان را آغاز می کنند. مراسم رسمی حج روز چهار شنبه در مکه آغاز شد. شمار بیشتر از زائران روز چهار شنبه پس از ادای نماز در مسجد الحرام روانه مینا شدند و شمار دیگر به سوی کوه عرفات رفتند. وزارت داخلی عربستان سعودی اطمینان داده که تدابیر امنیتی در مکه افزایش یافته است. باز هم پایگاه خبری آریانا نیوز نوشته است که تاکید افغانستان بر عملی شدن راهبرد آمریکا و فشارهای بیشتر به پاکستان وزارت دفاع میگوید. افغانستان بر عملی شدن راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا و اعمال فشارهای بیشتر بر پاکستان تاکید میکند. وزارت دفاع ملی تاکید میکند تا زمانی که پاکستان دست از حمایت طالبان بر ندارد راهبرد تازه آمریکا اهمیت ندارد. اعلام راهبرد تازه آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا واکنش‌های گوناگون را در پاکستان و افغانستان در پی داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اعلام راهبرد تازه آمریکا پاکستان را حامی حراس افغانی خواند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع میگوید این راهبرد باید عملی شود و فشارهای بیشتر بر پاکستان وارد شود تا زمانی که دست از حمایت طالبان بردارد و اگر دست از حمایت طالبان بر ندارد این راهبرد اهمیت نخواهد داشت. و اما در پاکستان اعلام راهبرد تازه آمریکا واکنش‌های تند پارلمان این کشور را در پی داشته است. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان گفته است که پارلمان پاکستان اظهارات رئیس جمهور ترامپ و جنرال نیکلسن را در مورد پاکستان را خصمانه خوانده و تهدیدآمیز می‌داند و از دولت پاکستان می‌خواهد که تعلیق هر گونه سفر هیئت آمریکایی به پاکستان یا هیئت پاکستانی به آمریکا و همچنان تعلیق همکاری با آمریکا از طریق زمین و هوا را بررسی کند. آگاهان نظامی راهبرد تازه آمریکا را ضربه بزرگ بر پاکستان می‌دانند. عتیق الله عمرخیل آگاه نظامی می‌گوید این استراتژی هرچند مهم نیست اما ضربه بزرگ در سطح جهانی بر پاکستان است. راهبرد تازه آمریکا برای افغانستان پس از ماه‌ها بررسی هفته گذشته توسط دونالد ترامپ اعلام شد و ترامپ در زمان اعلام این راهبرد گفت آمریکا در برابر پناهگاه‌های امن شورشان در خاک پاکستان سکوت نمی‌نشیند.
باز هم پایگاه خبری آریانا نیوز نوشته است که ترکمنستان از نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان میزبانی میکند. دولت ترکمنستان گفته است که آن کشور از هفتمین نشست منطقه‌ای همکاری اقتصادی در مورد افغانستان به زودی میزبانی میکند. در یک خبرنامه دولت ترکمنستان آمده است که آن کشور با اتخاذ یک موضع فعال در مورد مسائل مربوط به احیای افغانستان چندین طرح مهم را در پیش گرفته است. هدف این طرح‌ها رویکردها برای حل مشکل افغانستان و ایجاد فضای سیاسی برای روند گفتگو گفته شده است. نشست ریکا در سال 2005 در کابل آغاز به کار کرد که هدف آن تحکیم تلاش‌های کشورهای منطقه‌ای برای باثبات‌سازی وضعیت افغانستان و بهبود همکاری های اقتصادی منطقه در جنوب آسیا و آسیای مرکزی است. پارلمان پاکستان قطعنامه را در برابر استراتژی جدید آمریکا در منطقه تصویب کرد. پارلمان پاکستان راهبرد آمریکا در قبال افغانستان را محکوم کرده و با تصویب قطعنامه غیر الزامی خواستار بررسی قطع مسیر ترانزیتی ناتو از آن کشور شده است. هر دو مجلس پارلمان پاکستانی یعنی نمایندگان و سنای پاکستان در نشست مشترک قطعنامه‌هایی را علیه راهبرد جدید آمریکا تصویب کردند. در این قطعنامه‌ها آمده است که پاکستان باید اقدامات منطقه‌ای و دیپلماتیک را در برابر این راهبرد آغاز کند. پایگاه خبری دویچه وله آلمان نگاشته است که مقام‌های افغانستان گزارش‌های مبنی بر گفتگو با طالبان را رد کردند. مقام‌های افغانستان گزارش‌ها مبنی بر گفتگوی مرتب با رهبران طالبان را رد کردند. اسوسییتد پرس بر اساس اسنادی که به دست آورده گزارش داده است که رئیس استخبارات افغانستان تقریباً هر روز با رهبران طالبان گفتگوی تلفنی می‌کند. محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حکومت در جستجوی صلح است، اما همه مذاکرات توسط شورای عالی صلح به پیش برده می شود. اتمر پیش از نشر گزارش اسوسییتد پرس به سوال هایی که در این رابطه برایش فرستاده شده بود پاسخ نداده بود. همچنین ریاست امنیت ملی یا سازمان استخبارات افغانستان نشر افغانستان نیز با نشر یک اعلامیه جداگانه تماس تلفنی رئیس این سازمان با طالبان را رد کرده است. روز گذشته اسوسییتد پرس بر اساس اسناد در مورد تماس این دو مقام افغانستان با رهبران طالبان گزارش داد که به گفته این خبرگزاری یک مقام افغان این اسناد را نشان داده است. در این گزارش آمده است که این گفتگوهای تلفنی با رهبران طالبان در پاکستان و قطر صورت گرفته است. طالبان یک دفتر در دوحه پایتخت قطر دارند. در این اسناد طالبان نکات را مطرح کردند که به نظر می رسد در این گروه قانون اساسی و انتخابات را به رسمیت خواهد شناخت. این می تواند یک پیشرفت احتمالی در تلاش های طولانی مدت برای صلح با این گروه باشد. در نکاتی که طالبان مطرح کردند تشکیل یک حکومت انتقالی تقاضا شده است که در آن هر دو جانب قلمرو زیر کنترل خود را تا زمان برگزاری یک رأی‌گیری حفظ کنند. در این اسناد آمده است که طالبان همزمان با پذیرفتن این که زنان می توانند به مکتب بروند و کار کنند خدمت زنان به عنوان رئیس جمهور و یا دستر محکمه را رد کردند. در این اسناد همچنین آمده است که طالبان خواستار برگزاری محاکم خاص برای نظارت بر هزاران دوسیه احتمالی غصب زمین توسط افراد ثروتمند و زورمندان جنگ سالاران سابقند که حالا شامل حکومت شدند. در این اسناد آمده است که طالبان خواستار برگرداندن این زمین ها به صاحبان اصلیشان شدند. هرچند مقام های افغان گفتند که هیچ یک از جوانب حاضر به موافقت اعلام علنی مذاکرات صلح نیست، اما این اسناد نشان می دهد که جزئیات مورد بحث قرار گرفته است. گروه طالبان نیز گفتگو با نمایندگان حکومت افغانستان را رد کردند. وقت خبرگزاری اسوسییتد پرس پیش از نشر گزارش با این گروه تماس گرفت. اعضای طالبان بدون اینکه روی نکات مشخص تماس بگیرند گفتند که علاقمند مذاکره نیستند. پایگاه خبری آزادی نگاشته است که اتاق تجارت گفته است البته وارد شدن تعدیل در قانون مسافرت یک گام موثر است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از وارد شدن تعدیل در قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان استقبال می کند.
به دنبال وارد شدن تعدیل در قانون مسافرت و اقامت اتباعی خارجی در افغانستان، اتاق تجارت و صنایع افغانستان آن را یک اقدام موثر در جلب سرمایه گذاری های بیشتر می داند. سخنگوی این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در گذشته این مسئله مانع سرمایه گذاری خارجی بوده. آقای پسرلی میگوید که روند سرمایه گذاری در سال روان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش یافت است. این در حالی است که به تازگی وزارت خارجه افغانستان در قانون مسافرت و اقامت اتباعی خارجی در کشور تعدیلات را وارد کرده است. این تعدیلات به هدف جلب سرمایه گذاری های بیشتر خارجی و فراهم آوری تسهیلات در زمینه رفت آمد تجار به افغانستان اتخاذ شده است. خواستیم نظر وزارت خارجه را البته در زمینه داشته باشم. با تماس های مکرر وزارت خارجه ما حاضر نشدن که در این مورد پاسخ بدن، اما در اعلامیه این وزارت آمده است که این تعدیلات شامل افزایش مدت اعتبار ویزا الی 3 سال با دفعات ورود و تمدید آن برای 3 سال، صدور ویزا حین ورود به افغانستان و کاهش در محصول ویزای تجارت می باشد. در این اعلامی آمده است که این تعدیلات در جلسه کابینه تایید شده و پس از طی مراحل قانونی نافذ می گردد. پایگاه خبری دوچوله آلمان باز هم نگاشته است که برخی حلقات دولتی از تاجران باج می گیرند. البته این الکوزای گفته. فرار روزافزون سرمایه ها از کشور و تهدیدهای گوناگون در برابر تاجران افغانستان را به سوی یک بحران سرمایه و اقتصادی خواهد کشانید. فساد اداری، نبود امنیت، تهدید و اختطاف سرمایه گذاران در کشور نگرانی های اتاق تجارت و صنایع را برانگیخته است. خان جان الکوزی معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در کنار تهدید تاجران از سوی گروه‌های مافیا و نبود امنیت، شمار از مسئولان محلی و حتی برخی حلقات در دولت نیز تاجران را زیر فشار قرار می‌دهند تا برای آنان باج دهند. و گفته این معاون اتاق تجارت و صنایع، بسیاری از تاجران در حال حاضر سرمایه هایشان را به دبی، چین، ترکیه، روسیه و کشورهای همسایه انتقال دادند و با خانواده هایشان افغانستان را ترک کردند که این می تواند ضربه بزرگ به پیکر سرمایه گذاری در کشور باشد. گزارش تازه اتاق تجارت و صنایع نشان می دهد که سرمایه گذاران در ولایت های هرات، کندهار، جلال آباد، بلخ و کندز بیشتر با تهدیدها روبرو هستند و در مقایسه با سال گذشته سطح تهدیدها در برابر تاجران در ولایات کشور به 10% یا بالاتر از آن رسیده است. الکوزای درباره اینکه چی شماره سرمایه گذاران کشور را ترک کردند ارقام ایران نکرد، اما گفت که وضعیت نامعلوم، تهدیدها و ناامنی‌های موجود بر روحیه سرمایه گذاران و تاجران کشور تاثیر منفی بر جا گذاشته است. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که رهبران حکومت وحدت ملی پیوسته تاجران افغان را به سرمایه گذاری در کشور فراخواندند و به سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور تاکید کردند. پایگاه خبری بی بی سی نگاشته است که دستور آماده باش به نیروهای امنیتی افغان در آستانه عید قربان. در آستانه عید قربان وزارت داخلی کشور افغانستان از روی دست گرفتن تدابیر امنیتی در روزهای عید در شهر کابل به ویژه مراکز مذهبی شیعیان خبر داده است. بعد از حمله 4 مهاجم انتحاری به مسجد امام زمان در شمال کابل، درخواست ها برای تامین امنیت مراکز مذهبی شیعه در این کشور افزایش یافت و اعلام روز پنجشنبه البته نه سنباله پاسخ به این درخواست ها شمرده می شود. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران گفت که اگر چی گزارش از تهدید جدی علیه این مراکز وجود ندارد، با وجود این به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی دستور آماده باش داده شده است. آقای دانش افزود که حدود 400 مسجد و مدرسه دینی شیعیان در کابل وجود دارد و او از مردم خواست که در صورت تجمع در این مرکز در روزهای عید و نیروهای امنیتی اطلاع دهند. در حمله مسجد امام زمان در شمال کابل به روایت دولت 28 نفر و به گفته شاهدان بیش از 40 نفر کشته شدند. در هفته های اخیر دست کم 2 بار مراکز مساجد شیعیان در هرات و کابل هدف حمله مرگبار قرار گرفته است.
مسجد جوادیه در هرات و مسجد امام زمان در کابل. در حمله انتحاری به مسجد جوادیه 10 تن در البته در دهم اسد دست کم 29 نفر کشته شدند و 64 نفر زخمی شدند. در حمله 4 مهاجم انتحاری به مسجد امام زمان به گفته منابع دولتی 28 نفر و به گفته شاهدان بیش از 40 تن کشته شدند. پیش از این دو مورد شمار دیگر از مراکز مذهبی شیعیان نیز هدف حملات مرگبار قرار گرفتند که مسئولیت همه آنها را گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفته است. مقام های دولتی و منابع آگاه گفتند که هدف این گروه دامن زدن به اختلاف های فرقه ای در افغانستان است، چیزی که پیش از این چندان محسوس نبوده است. بعد از حملات داعش با انگیزه های فرقه گرایانه به اهداف شیعی مراجع مختلف شیعه و سنی در افغانستان به همبستگی بین آنها تاکید کردند. شهروندان عادی هم به وضوح خواستار این امر شدند. پایگاه خبری بی بی سی باز هم نگاشت است که انتقاد گلبدین حکمتیار از مداخله ایران در افغانستان. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که 4 ماه پیش بعد از حدود 21 سال به کابل بازگشت، از ایران خواسته است که از دخالت در امور افغانستان دست بردارد و به حاکمیت ملی این کشور احترام بگذارد. آقای حکمتیار در گفتگو با زیا شهریار خبرنگار بی بی سی همچنین گفته است که از اظهارات رئیس جمهور ایران در مورد آبهای افغانستان و سخنان مقامهای نظامی ایران در مورد وضعیت نظامی افغانستان بوی خون می آید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران کمتر از 2 ماه پیش در همایش در تهران گفته بود که منشأ 80% گرد و غبار در کشور خارجی است و از جمله با تلاش‌های سدسازی در افغانستان و ترکیه اشاره کرد. این اظهارات آقای روحانی با واکنش در افغانستان همراه شد و دولت افغانستان خبر داد که یک کمیته از سوی دو کشور تشکیل شده تا درباره اختلافات بر سر آب رود هیرمند بحث و گفتگو کند. آقای حکمتیار که میان سالهای 1998 تا 2001 در ایران به سر برده بود، مدعی شده که او در آنجا زندانی سیاسی بوده و برخلاف میلش مجبور به اقامت در ایران شده بود. عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت که رقیب حزب اسلامی در دهه 1370 خورشیدی بود که آقای حکمتیار سالها در ایران بود و از دولتش کمک مالی دریافت میکرد، ولی حالا بر ضد ایران حرف میزند. رهبر اسلامی همچنین در این مصاحبه گفته که باور ندارد که آمریکا نیروی بیشتر به افغانستان بفرستد و دونالد ترامپ در صحبت‌هایش برای حل صلح‌آمیز با طالبان تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته که نظامیان آمریکا از افغانستان خارج، البته گفته که نظامیان آمریکا از افغانستان خارج نخواهند شد. آقای ترامپ دلیل این تصمیم را جلوگیری قدرت گرفتن گروه‌های پیکارجو عنوان کرد. او گفت که بیرون شدن آمریکا از افغانستان این کشور را به شرایط قبل از 11 سپتامبر یعنی 2001 برمیگرداند و خلای به وجود آمده را تروریست‌ها پر خواهند کرد. گلبدین حکمتیار میگوید که در شمال افغانستان علیه پشتون‌ها تصفیه قومی جریان دارد و جنگ در آنجا شکل قومی به خود گرفته است. آقای حکمتیار همچنین گفته که در نتیجه جنگ‌ها در ولایت‌های بغلان، بلخ، قندوز، تخار و دیگر ولایت شمالی 40,000 خانواده پشتون و گوجر از مناطقشان مجبور به فرار شدند. و قدرت های خارجی را به ایجاد جدایی میان شمال و جنوب افغانستان متهم می کند. وضعیت امنیتی شمال افغانستان چند سال به این سو بدتر شده است. در کنار گسترش نفوذ طالبان در شمال این کشور از جمله بدخشان، بغلان، فاریاب، جوزجان، قندوز، سرپال و تخار، گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش نیز فعالیت های چشمگیری در آنجا پیدا کردند. با تازه ترین رویداد میرزا اولنگ در ولایت سرپال در شمال افغانستان تقریبا 1 ماه پیش برای مدت به دست شورشیان افتاده بود. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان به دنبال تحقیق درباره کشتار میرزا اولنگ تایید کرد که 36 غیر نظامی و افراد خارج از میدان نبرد سوی طالبان و گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. قربانیان کشتار در میرزا اولنگ هم از هزاره های شیعه بودند.
حزب اسلامی گلبدین حکمتیار سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی به دست داشتن در کشتار غیر نظامیان در جنگ های فرقه‌ای دهه‌های اخیر متهم است و گفته می شود که آقای حکمتیار مسئولیت برخی از فاحش‌ترین فجایع جنگ از جمله موشک پراگنی ماه آگوست سال 1992 را به دوش داشته است. بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این موشک پراگنی حداقل 1800 تن کشته و 8000 تن دیگر زخمی شدند. این بود مرور بر مهمترین پایگاه‌های خبری افغانستان و جهان. در این قسمت برنامه آغاز روز وقفه داریم. بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. عرض سلام مجدد به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. در این قسمت برنامه آغاز روز بحث داریم در مورد فضیلت و فلسفه قربانی و برای بحث بیشتر و معلومات بیشتر در این مورد محمد حسن حقیار آگاه مسائل دینی با ما هستند. آقای حقیار سلام به برنامه خوش آمدید. تشکر خوش آمدید دلنوش. تشکر. استاد میشه در نخست در مورد فضیلت و فلسفه قربانی کم معلومات بدین که بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه فرا رسیدن ایام عید سعید اضحی را به شما به همه بینندگان تنگلون آریانا به همه مردم مسلمان و مجاهد و زحمت کشیده افغانستان و کافه امت اسلامی تبریک و تهنیت عرض می دارم. تشکر. در نخست ما شما می دانیم که همه مردم و همه اقوام و همه ادیان و مذاهب و ساکنان سرزمین بر خود در ایام مذهبیشان در ایام رسمانندتشان به خود یک چند روز ویژه به خاطر ایام عید دارن، به خاطر اظهار خوشی، به خاطر دین که خستگی خود رفع کنه، به خاطر اینکه چند روز از زحمات دنیا از خستگی نجات بیابند. به خاطر خود هر قوم هر ملت روزه عید داره. بعد دیدی که مسلمان ها مدینه منوره رفتن دیدن که در هنجا یهودی ها ساکن بودن، اونا یهودی ها از خود رسوم داشتن، از خود روزه عید داشتن. مسلمان ها به تقنید از اونا، بعضی مسلمان ها به تقنید از اونا اما مراسم ایدشان اید گرفتن. بعض در پیغمبر اکرم که وقت که شنید که مسلمان ها چی دارن از عیسویات تقنید میکنن، بعضی مسلمان ها با آن حضرت گفتن که همه اقوام از خود روزه عید داره، روزه خوشی و سرور داره، آیا ما کدام روز رسمی به خاطر عید نداریم؟ از پیغمبر کرم برشان گفت که چرا نی؟ ما شما دو عید داریم، عید سعید فطر و عید سعید اضحی که امی دو روز رسمی خوشی و مسرت ماست. بعد از همه روز تا امروز که تقریبا حدود 1438 سال هجری یک تقویم شمسی است و یک تقویم قمری است، به حساب قمری 1438 روز میگذره تا امروز ما از امروز تجربه میکنیم. امروز به صفت عید رسمی مسلمان ها در جهان میشناسیم و تا امروز ادامه داره. و طبیعی است که یک انسان در زندگی خود خسته میشه، تمام زندگی کار کردن، زحمت کشیدن و بخاطر مرور زندگی خود زحمت قبول کردن، حتی به انسان خسته میشه و نیاز داره که چند روز در خوشی سپری کنه، با فامیل خود یک جا باشه، با دوستان خود ببینه، با اقارب خود ببینه، دید و دید داشته باشه، رفت و آمد داشته باشن، چند روز از زحمت دنیا با خوشی و با میمندت پانه ببرن. بنا انمی دو روز به صفت روز به صفت عید رسمی مسلمانه شناخته شد. آقای حقیار، حالا در مورد فضیلت قربانی که تمام هموطنان ما و تمام مسلمانان جهان در عید بزرگ یا عید اضحی میتونن قربانی کنن و خود
کردن قربانی چقدر فضیلت داره و باید از بیشتر بیشتر کدام اشخاص وجود شرایط هستن که باید اینا قربانی کنن، چون بعض مملکت ما یک مملکت جنگ زده و اقتصاد مردم هم ضعیف است. پس در مورد فضیلت قربانی هم اگر کم معلومات بتین. قربانی هم ده واجب ده به هر هغه چا باندې چې د نصاب خاون وي په هغه باندې واجب ده. د نصاب اندازه هم هغه د زکات نصاب ده. د زکات نصاب چې په چا کې پوره وي په هغه باندې زکات فرض ده، قرباني پرې واجب ده. خو فرق هم ده چې د زکات په نصاب کې په مانګ یا په شتمنۍ باندې د یو کانګ تېرېده ضرور وي. یعنی څوک چې د یو نصاب خاوند وي پیسې ورسره وي یا هغه څه چې زکات ورباندې کېږي او روزو تجاد هغه مانګ فقه تعین کړي دي، هغه باندې چې یو کانګ تېر شي او په هغې کې تغیر رانه شي او د کانګ نه د تېرېدونه وروسته په هغې باندې زکات فرض کېږي. خو په قربانۍ کې به دا ضرور نه ده چې په دې د یو کانګ تېر شي. که یو څوک د نصاب خاوند شو، هغه که همدانن هم د نصاب خاوند شي، د اختر په د سعید سعید ادها یا د هغوی اختر په درې ورځو کې که تر غروبه پورې د هر وخت د نصاب خاوند کېږي، په ده باندې قرباني واجب ده. او نصاب چې ده دا په حنفي فقه کې په پنګنده اوریدونکو ته وایي چې په دې وسنۍ معاصر اجناسو کې ښه موږ تاسو په سرو زرو باندې ښه معامله کوو. نو که چا سره اووه اتیا ګرامه د اووه اتیا ګرامه معادن پیسې یا اووه اتیا ګرامه سرو زر یا د دې په اندازه نوره شتمني پیدا شوه یا شپږ سوه پنځلس ګرامه سپین زر دومره د دې په دومره اندازه سپین یا سرو زر یا د دې معدن پیسې د چا سره وي په هغه باندې قرباني واجب ده. او قرباني همغسې چې تاسو ورته اشاره وکړه دا د دا رسم و رواج نه ده، دا یو ابراهیمي سنت ده. او پخوا تاسو ته به دا کیسه حتما معلومه وي چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خدای په امتحان کې راغی او ورته امر وشو چې زوی دې زه پکه هغه کیسه اوږده ده په سور به خوب کې ویني. بیاخره حضرت اسماعیل علیه السلام قرباني ته وړي، بیا هغه د چړې باندې غورځېږي او دی چې سترګې پټوي چې خپل د زوی په په مری باندې چړه راکش کړي او د خدای په امر باندې هغه چې کوم وخت چړه راکش کاږي او د دې چړه یو څوک غوسوي، هغه حضرت ابراهیم علیه السلام فکر کوي چې د ما د خوږ زوی چې اتمن زوی د انسان لپاره ګران وي، د جګر ګوشه وي، د زړه ټوټه وي، هغه فکر کوي چې ما دا اضافه کړي. هغه اکبر ورسره وي تسبیح تهین وي، خو وروسته چې سترګې پرانیزي چې ګوري زوی هغه ړونګړ دی او د چړې باندې پسه پروت ده. دین هغه په دې دومره غټ امتحان کې ابراهیمي امتحان کې کامیابه شو. نو موږ دا چې ځان د هغه په منت ګڼو، حضرت ابراهیم علیه السلام د موږ د ګران پیغمبر نیکه ده او موږ د هغه په منت باندې یو او د هغه سنت او د هغه طریقې به ژوندي کړي وي. د تخفیف په خاطر باندې موږ ته امر شو چې څاروي قرباني کوي. په څاروي کې هم بیا هغه سوچ قرباني پرې واجبه ده. هغوی کولی شي چې په غټ څاروي کې مثلا په غوا، په غویي، په میخه، په سنډه، په اوښ، په دې کې اووه نفره شریکان شي. او ځینې کسان پسه چې نسبتا کوچنی ده دا په یو نفر باندې قرباني کوي. قرباني هم د قرباني غوښه دا د دې قرباني کوونکي شخصي ملکیت ده. که وغواړي که د ده خوښه وي نو دا په درې برخو باندې ویشي. دا مستحب ده، دا د ثواب کار ده. په درېو برخو کې یو برخه به د ځان دپاره د خپل کورنۍ دپاره وساتي، یوه برخه به د نږدې ګاونډیانو کې د نیستمنو حاجتمندو ته ورکړي، یو برخه کوي شي په دوستانو باندې ویشي. اما که دا وغواړه چې غونډه قرباني د غوښه د ځان لپاره وساتي، د ده قرباني شوې ده خو ثواب یې کمیږي. د دې نه غواړم چې یو بل ټکي ته اشاره وکړم. تاسو ورته اشاره وکړه چې زموږ د افغانانو د موږ د هېوادونو اقتصاد نهایت کمزوری ده، ډېر غربت په افغانستان کې ډېر زیات ده. نو په دغسې صورتونو کې بیا دا د شتمنو وظیفه ده
یو د استحباب موضوع ځینې شرایطو کې صدقات مستحب وي، په ځینې شرایطو کې چې د مخمسې حالت وي یا فقر ډېر زیات وي، بیا د شتمنو د مکلفیت اندازه یو څه ډېرېږي. نو په دغه صورت کې چې د یو چا په ګوڼ کې یو څه ګوږه ده، تږی ده، ماشومان د خوراک دپاره تشه ډوډۍ پیدا کوي نشي، او دی په د زرې کورودي موټرو کې ګرځي، بیا په موټرو کې بسو موټر کې بهترین ژوند د ژوند نعمت ورته برابر دي. نو په دې باندې فرض ده چې د هغه سړي سره مرسته وکړي، د هغه سړي مصنوعي وکړي، د هغه د بچیانو لپاره مړې ډوډۍ پیدا کړي. د زه بیا هم په افغانانو باندې په افغانانو غږ کوم چې راځئ د منفي رقابتونه پرېږدئ، سیانه پرېږدئ، د خدای د رضا دپاره د خپل افغاني او دیني رسالت د ترسره کېدو په خاطر باندې قرباني وکړئ. په دې خاطر قرباني مه کوئ چې وخت یې ځان ته وساتئ یا یو منفي رقابت وکړئ، ریا پکې وکړئ. نو د قرباني دا د ابراهیمي سنت ده، په موږ تاسو باندې واجب ده، په هغه چا باندې چې واسي وي. یو بل ټکه چې دا څو ورځو کې دور سره موجود شوی یم، ډېرو دوستان بیا په ټلیفون باندې یا په د نوي ټکنالوژۍ د استفادې ترې ما نه پوښتنې کړي دي، هغه دا ده چې ډېر کسانو د قرباني وس نه وي، د قرباني وس نه وي، امکانات ورسره نه وي، خو دوی په دې خاطر باندې چې ګاونډی قرباني کوي یا په دې خاطر چې څوک ورته په کمه سترګه ونه ګوري، یو منفي رقابت کوي په دې خاطر باندې چې د چا خبرې ورپسې نه شي، نو دوی په قرض او پور باندې پیسې پیدا کوي، قرباني ورباندې کوي. زه به دې دوستان ته ووایم چې دوستانو نیت مو په خیر، خدای دې درته اجر درکړي، خو په دغسې شرایطو کې قرباني نه کېږي. قرباني به د ریا نه څه شوي، قرباني به خاص د خدای د رضا دپاره وي. ستا بچیان چې وږي وي، د هغې په پښو باندې چپړه نه وي، بوټان نه وي، څادر او یو سپنګه یو جامې نه وي، ته دې په قرض پور باندې پیسې پیدا کوې، 9000 یا 2000 روپۍ په قرباني باندې ورکوي، په دې خاطر چې تا ته څوک په ټیټه سترګه ونه ګوري. دا قرباني نه صحیح کېږي. قرباني په هغه وخت کې کېږي چې تا سره امکانات وي، انتیب نفس د زړه د عمق، د زړه د مینې نه ته قرباني وکړي. آقای حقیار، در موردی که بعض اشخاص هستن، بعض از هموطنای ما هستن، مثلا میاره که شما گفتید که چقدر طلای زرد باشه و چقدر طلای سفید باشه دارن مثلا، اما قرضدار هستن و یا پول نقد در خانه دارن مگر قرضدار هستن، اینا و چگونه بالا اینا آیا باید قربانی بکنن یا نکنن؟ و یا این چطور که بعضی هستن، شما اشاره کردین همچنان به قرض، آیا به قرض میشه که کسی قربانی کرد و ثواب داره؟ در این مورد مگه کمال خب دمی قرض که ما شما میگوییم یه در شرط قرض حسنه میگوییم. قرض حسنه به این معنی که کسی با کسی دیگه قرض داده به طور احسان داده، بخاطر برده که به اون نیکی کرده باشه، قرض حسنه است. قرض حسنه شرطش میاد که وقتی که یک انسان ناچار می باشه دستش بند می باشه، با یک کس دیگه دست خود دراز میکنه، از او قرض میگیره، قرض حسنه میگیره. این به این معنی که وقتی که انسان پولدار بشه باید قرض او رو بپردازه. وقتی که امکانات داره، توانایی داره و از کس طلب داره، یک کس به او طلب داره، بنابراین این کار ثواب است. ای یک وظیفه اخلاقی، وظیفه دینی، وظیفه اجتماعی است که وقتی که کسی به تو احسان میکنه باید هر چیز دوتر قرضش رو قرض رو بپردازی. یعنی میشه کسی قرض کنه قربانی کنه؟ قرض هر کسی میتونه قرض کنه، اما کسی که قرضدار باشه، کسی که قرضدار باشه و بعد پول پیدا میکنه باید به صاحب قرض حق رو بپردازه. کسی که پیسه داره تو قرضدار است، اما قرض خود به صاحب قرض بپردازه. چ اگر بعد از زوم ای غنی بود، امکانات داشت، توانایی داشت و امکانات و توانایی زو به حد نصاب می رسید، بعد از اینکه قرض را ازش نفشه و بعد چه شوه، اگر داره نصاب بود قربانی کنه. در غیر زو ای وظیفه شست، ای وظیفه دینی شست که از همه نخواست باید حق کسی را بیتا که مقروض شست، کسی که ای قرضدار شست باید حق او را بیتا، وقتی که حق او را نمی پردازه. بنابراین به این کار خوب از اجتماعی ما بباوری بیعتباری را پیدا میکنه. کسی که کسی را پیسه می
میت با احسان میکنه قرض حسنه میت بلدی پودار مش حق ور نمی پردازه ی خطبن می بیتبری بده مشه ده انده کسی بکسی قرض نمیت یک وقت یک انسان واقعا حاجتمند میشه طبعا انسان در انسان در شرط نیستن گای گای دوچار مشکلات میشه باید بکس دست خود دراز کنه وقتی که ما میبینیم که فرضا ما از تو قرضدار هستم تو سربت تنگب داری ما باز توانایی دارم پیسام دارم حق تو را نمیپردازم یک کسی دیگه میبینه که در اجتماع بد میلگی صورت میگیر خب از کسی خرد نمیته امی یک وظیفی دینی ما یا یک مراودی دینی ما که مراودی دینی اجتماعی و انسانی ما که در بین ما است که با یک دیگه داد ستد میکنیم با یک دیگه را گای گا همکاری میکنیم امی چی امی وظیفه ما از بین میره و امی روشی که در بین ما موجود است امی روش احسای احسا از بین میره و ای کار خیم نپسند است بنان هر کسی که قرضدار است و در این وقت پنگدار است قرض رو بپردازه از همه باید از ای باید قرض بپردازه بعد شگر تمام داشت قربانی واجب است اما دادن حق فرض است اولا فرض ادا کنه اگر فرض ادا شد بعد واجب ادا کنه آقای حقیار در موردی که مردم و بعض از هموطنان ما و مسلمان ها در روز عید قربان اینا روزه میگیرند و تا وقت قربانی و اینا با گوشت قربانی روزه خود افطار میکنن در بعض روایت ها هست که میگنی ثواب نداره و حتی گناه هم داره اما در بعض روایت ها هست که ثواب داره در این مورد میخوایم کم معلومات بدیم خب در دو روز مسلمان ها از روزه منع شدن در این روزه مکروه تحریمی است که روز عید سعید فطر و دو روز عید سعید اضحا در این دو روز روزه گرفتن کار نشسته و گناه است مکروه تحریمی است اما سامر شما فرمودی از نگاه فقه وقتی که مسلمان ها افطار میکنه بعد از رمضان طبعا وقتی که 30 روز رمضان پر میشه و روز عید سعید فطر فرا میرسه دو روز مستحب است مستحبی است که کسی که به نماز میره به نماز عید پیش از اینکه به نماز عید یا به نمازگاه بره به مسجد بره مستحب است که چیزی بخوره بخاطر که 30 روز روزه گذشته تا ای سور دروزه به خاطر که ورود سیاکم مشابهت نبیایا یا طبعا روزه یک ما فرض است به خاطر که ورود سیاکم هم سی و یکم در ماه رمضان حساب نشوه بنا ان بهتر است ثواب است که پیش از اینکه مردم به نماز بره به چیزی بخوره اما در این سعید ادها بل چونی نیست بعد ما شما میبینید که ما هر روزه میخوریم هر روزه میخوریم بنان مستحبی است کار نیکو و کار شایسته است که انسان پیش از اینکه به نماز بره و پیش از اینکه به نماز بره و باید چیزی نخوره باید پیش به نماز بره و نماز به خود خانده بعد قربانی کنه بعد از گوشت قربانی به خود چیزی پخته کنه این کار ثواب است کار مستحب است کار فرض نیست کار واجب نیست کار ضرور نیست اگر کسی کار بکنه خوب ثوابش اضافه تر میشه اگر پیش از اینکه به نماز بره و چیزی بخوره یا پیش از اینکه قربانی کنه چیزی بخوره کدام گناه نیست کدام کار اجبار نیست بنان این یک کار پسندیده است به مردان به مرد به خانمانی خانما میتونه که هر وقت به هر چیز دل بخوره خانما بیغم هستن و نظر ما که فشار و اصرار سرشان نیستن و نمیتونه که پیش از اینکه به نماز برون چیز بخورن میتونه که خود نگاه بدارن یه چیزی که در یاد امامت خوب بود رفتن خانما به نماز است خوب است که در این مورد به چیز بپردازیم رفتن نماز به بنای مردا واجب است و بنای زنم هم همان طور واجب است که سر مردا واجب است اما شرایط در نظر گرفته اگر شرایط ایجاب می نمود مثلا چگونه شرایط مثلا امنیت بود مثلا عفت و عصمت و در خطر نبود مثلا زندگی و در خطر نبوده حیثیت امنیت و عفت در خطر نبوده اینا باید به نماز برون ما در کابل ما می بینیم که شرایط برابر است
نسبتا امنیت است. ما اینجا آمدم اما آقای اخیار، ما در هفته گذشته شاهدی بودیم که در مسجد امام زمان بالای نماز گذاران گناه هم خانما بودن و آقایان حمله شد، و چگونه میتونیم که بگوییم که در داخل مرکز امنیت تامین است و خانما میتونن که برن به نماز؟ به موضوع خوب پرداختی، شما خوب گفتی. وقت چیز داشته بود متاسفانه در خیرخانه در قلعه نجاره به مسجد امام زمان یک حمله انتحاری و پرد وحشت و دهشت قبیل نکوهش پرد گرفت. اما به دو حرف میپردازم، یکی یکی کسایی که حمله را انجام میده اونا خو هدفشان این است که مردم از مسجد باز نگه دارن، اونا خو میخواهند که مردم به مسجد نروند. اگر ما مسجد را ترک کنیم، خانه خدا را ترک کنیم، عبادت را ترک کنیم، این به این معنی است که ما با کسایی که واقعا تروریست هستند با اونا هماهنگی کردیم، حرفای اونا را قبول کردیم و خواسته اونا را به جا آوردیم. بعد خو این خو مبارزه نشد، انقلاب نشد. ما میگیم که نه، ما باید به مسجد برویم. اگر هزار بار کشته میشیم باید مسجد را بگوییم، با اونا مقابله کنیم، چون باید به خاص خود نرسند. و حرف دومی است که ما پیشم گفتیم که باید در شرایطی که انسان مطمئن بشه که امنیت هست، اگر انسان مطمئن بشه که امنیت هست، مخیم روز که دیدم در شهر کابل امنیت بود، خوب بود، همه چیز نسبتا مطمئن بود. اما بعد هم گفته نمیشه. اگر خانما مطمئن باشن که امنیتشان گرفته میشه، امنیت فیزیکی، امنیت روانی و در امنیت روانی و در امنیت فیزیکی حیثیت عفت و این چیزا خیلی مهم است. در این شرایط باید خانما برو مسجد نماز بخونن، به دوشا دوش برادرای خود، برو دوشا دوش مردان برو مسجد، البته جای زنان به مسجد جدا باشه. یعنی یک موضوع بود که در یاد محمد خوبش که بسرش پرداختی، یعنی نماز عید سر خانما واجب است در شرایط صورتی که شرط آمده باشه. آقای حقیار، حالا در موردی که بعض از هموطنهای ما هستن بر نماز میرن، اما بعض جوانهای ما هستن بر نماز نمیرن و همچنان پیام شما بوید از مخالفان مصالح دولت ما که ناراض هستن و از حکومت ما، چون دو نوع مخالفان مصالح دولت هستن که بعضشون ناراض هستن از درون خود مردم ماستن، اما بعضش تروریست های خارجی هستن. پیام شما در این روز عید بوید از مخالفان مصالح دولت و گروه های مخالف مصالح دولت چی است که اینا بیاین با حکومت و فکر میکنین که اینا وقتی که در یک مسجد میرن انتحاری میکنن فجار، آیا در اسلام چنین چیز روا دانسته شده؟ چون اسلام همش از اخوت، برادری، صبر و حوصله و محبت و همدلی گفته شده، و فکر میکنین که آیا اینا مسلمان باشن و اوید از برادر ما که واقعا مسلمان هستن، پیامتان با اونا چی است؟ خب جوانه ما که مسجد نمیروند با اونا توصیه میگه من هستی برادر که اینا باید نماز خدا پنج وقت ادا کنن. پنج وقت نماز فرض است، پنج وقت نماز پنجگانه ما ای ثوابش نسبت به نماز عید خیلی به مراتب بلندتر است، چرا که نماز پنجگانه ما نماز فرض است و نماز عید واجب است. مرتبه واجب در مذهب احناف نسبت به فرض پایینتر است. بنابراین پنج وقت خدا عادت به نماز عادت کنند. و یعنی که نماز عید در سنگ یک بار عید قربان است، یک سنگ یک بار عید فطر است. وقتی که نماز یک سنگ بعد یک موقع عبادت فراهم میشه، چرا او را از دست بتیم؟ بنابراین به نظر من نجوانی هم است که کسی بعد از یک سنگ، کسی که دخانیشان بعد از یک سنگ یک مهمان بیایه چقدر رو نوازش میکنه، او را چقدر احترامش میکنن. این نماز دیدن بر ما یک مهمان است که بعد از یک سنگ بر ما میایه، باید احترامش بکنیم، باید ادایش کنیم، و اگر نکنیم گناهگار میشیم. ترک واجب گناه است، گناه کبیره است. و بازم به تکرار میگیم که تنها نماز عید نی باید به تمام نماز خدا عادت کنن. به اغتنام از فرصت میخوایم یک چیزی دیگه که در متاسفانه در با استفاده از تکنولوژی در بین یک رسم نپسندیده پیدا شده، و این است که ما سابق در ایام عید به منازل و خانه دوستان خود میرفتیم به عید، به خاطر مبارکی عید اونجا می نشستیم، میوه میخوردیم، نان میخوردیم، قسم میکردیم، احترام بزرگار میکردیم. به ویژه در خانه که یک کسی مسن می بود یا مسافر می بود، همه به خانه اونا می رفتیم، عید مبارکی می کردیم. اما امروز ما می بینیم که فقط با استفاده از موبایل و با استفاده از واتساپ و
اسکایپ و وایبر و تمام مبارکی از این طریق چی میشه این مبارکی به از این طریق صورت میگیره. به نظر من کار خوبی نیست. این رفتن به خانه که دیگه محبت و صمیمیت پیدا میکنه و زمینی رو برابر میکنه که چند چند دقیقه قصه شوه و تبادل نظر صورت گرفته از مریضی که دیگه بپرسن شوه با یک هزار مشکل رفه میشه. اما به اینکه تو به برادر تو به کاکات از طریق واتساپ و از طریق ایمیل و از طریق ایمیل و از طریق وایبر مبارکی میتی این چی شد؟ مو زمینی مو هدف که از این دست مو هدف هدفی که خداوند کریم و دین مقدس اسلام با از عید تعیین کرده او هدف تاثیر نمیشه. مو وقتی که ما یک دیگر داغوش نگیریم وقتی که دیگر خانیش نرو مبارکی نتیم دو احوان برسی صورت نگیره با پسر با اطفال دست نوازش نتیم و یک ما رسم داشتیم که بزرگاه با اطفال پیسه میدادن و چی میدادن این تمامش تمام اهداف تاثیر نمیشه. بنان باید دوستای ما تا که خیلی مجبور نشون با واتساب از طریق واتساب مبارکی نکنن برون پیش دوستای خود دخندشن برون. یه چیز دیگه که ما میخوام به شما بپردازم که خیلی دوستان به حج رفتن و امروز ما شما میبینیم که در سعودی خصوصا در مکه از ما خیلی روز پر ازدحام است. حاجی از عرفات میروند از شب رمضان به مزدلفه از مزدلفه روانه هستند منا و دوجا به شطانه به جمرات اونجا شطانه رو میزنند رمین جمرات میکنند دوجا باز وقتی که دو فارغ میشه میرن قربانی میکنن و حلق میکنن و تطواف ویدا. یعنی خیلی روزی پر مزدهم و خیلی روزی بیروبار است و ما بونه میپردازم بونه دعا میکنیم. اما برمی مهم است که وقتی که حاجیان پس بر میگردن خیلی چی دارن عادات نپسندیده رواجه نپسندیده ما داریم. حاجی وقتی تا 2500 پا چی بود فیس حج داخل حج بود ما مردمی میشناسم که دو چند سه چند از پیسه حج به او به مراسم نپسندیده مصرف میکنن با صدها جانماز میخرن با هزارها تسبیح میخرن خیرات و چی و چی با حتی به مردم لباس میخرن. این در شرایطی که ما نمیگویم که کمک با دوستا کاری خوب نیست ما نمیگویم که تازه جانماز یا تازه مسواک و تسبیح و کمک کاری خوب نیست خوب است. اما منهایت ایره اگر سرش اصرار شوه تکرار شوه این منهایت یک رسم در مردم در بین مردم ما پذیرفته میشه. وقتی که به منهایت یک رسم پذیرفته شد بعد کسی که توانایی نداره او مجبور میشه که میکار کنه. وقتی که این کار میکنه او قرضدار میشه و که وقتی یا قرضدار میشه یا میبینه که او توانایی 5000 و 2550 دلار داره که داخل حج شوه. اما وقتی که میبینه که بعد از برگشت از حج او 5000 دلار دیگه نداره شش هزار دلار دیگه نداره که قربانی کنه که میبخشه خیرات کنه ختم کنه هزاره دوستار بخواه دسترخان داشته باشه به مردم تحفه بده بعد میگه که نیمه ما حج نمیروم. این کار کاری نپسندیده است. اول دیدی که ثواب داشته باشه یک رقابت منفی در جامعه ایجاد میکنه و یک ریاست. وقتی که در امبنگ به اندازه ضرر یه پداشت و مورد پسند خدا نیست. و یک چیز دیگه که بهش میپردازم بعض دوستان ما هستند که تکرار حج میروند. حج به سر انسانی در تمام عمر یک بار فرض است. وقتی که حج یک بار فرض ادا شد بعد بر دیگه مصیبت است. وقتی که ما میبینیم که در همسایگی ما یک دو یک همسایه ما گشنگی میمره بعدم که گفتیم که بچه‌اش چه چپنگ یادی نداره یک به خاطر پوشدن یک رخت یادی نداره و یک عجی ما سی بار چهار بار حج میره و او رفتنش به دیگه شرایط کنونی به نظر ما این کاری که به مستحقین کمک کنه ثوابش نسبت به خیر زیاد است و کارش هم کار نجد و نرواست. تشکر بسیار زیاد. با تشکر زیاد از محمد حسن حقیار آگاه مسائل لیدی که در مورد فضیلت و فلسفه قربانی با ما بودن و معلومات دادن و حال هم در این قسمت برنامه آغاز روز وقفه داریم و در بعد از وقفه هم خبرهای پشتو آماده است که با همکاران میتونین دنبال کنین و بعد از او برنامه آغاز روز ادامه دار. سلام و وقت
وقت مو بخیر. د آغاز روز خبرونه دوه همه برخه ته راغلسته. ډیر قدر منول دن کوله څنګه چې ټول تر هنده په افغانستان کې فقر او بیکاری هغه مسائل چې ورس په ورځ ډیریږي او خلک هم د بیکاری لوجه بهرنی ملکونو ته د ناقانونه لار مهاجرت از لخوی کوي او بیکاری هم د هغو ترڅ چې خلک حتی د اختر پښ په ورځ کې خپل لمړنۍ خوراکي توکو ته او همدارنګه د قرباني لپاره د څاروي او مواشي اخیستلو توان هم نه لري. د چې په افغانستان کې د بیکاری او فقر د لوړېدو لامل په څه کې دی؟ ناامني څومره په دغه روان باندې اغېز لري؟ د دې ته ورته نورې هغه پوښتنې دي چې مبارک شاه روحاني سیاسي چارو کارپوه چې همداسې بله موږ سره په سیدو کې دی. سبا ورته روحاني صاحب سره مشي. سیدو ته په خیر راغلی. شکر خوب اسین. سلامت اوسئ روحاني صاحب. په پل کې کوئ چې د فقر لامل په افغانستان کې څه دی؟ فارسي صحبت کوم. عوامل فقر و بیکاری در افغانستان چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه کارکنان رادیو تلویزیون آریانا نیوز و بینندگان نهایت محترم و همچنین جا دارد که عید سعید قربان را برای یکایک ملت نجیب و شریف افغانستان و هموطنان عزیزمان تبریک و تهنیت عرض نمایم و همچنین برای همه مسلمانان جهان. از خداوند میخواهیم که انشالله به برکت این روز مبارک یک سال آرامش و امنیت برای کشور ما به ارمغان بیاورد. عوامل فقر و بیکاری در حقیقت عوامل عمده است چون که برای ما و شما واضح و روشن و قابل توجه است. جنگ و ناامنی های چند دهه در افغانستان یگانه عامل عمده بیکاری و فقر در افغانستان است که در این هیچ جای شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اما به خاطر که تمام زیربناهای افغانستان متاسفانه خراب شد، کارخانجات از بین رفت، راه‌های مواصلاتی تخریب شد، مردم ها آواره شد و معارف ما تقریبا به صفر رسید و این گپ ها منتها در کنار جنگ و ناامنی و بعضی گپ های دیگر هم هست، عوامل های دیگر هم وجود دارد، از جمله ظاهرا عدم ظرفیت سازی دولت. متاسفانه دولتی که به وجود آمده در رأس وزارتخانه ها، در رأس ادارات دولتی، با عرض معذرت و متاسفانه انسان های شایسته گماشته نشده. هدف تو نیست که در مراکز دولتی، در سکتورهای خوش دولتی افراد مسلکی گماشته نشده به کار؟ کاملا. بله. مثلا در شما شاهد هستین که پارسال یا در مثال گذشته بود از طرف نماینده های مجلس 17 وزیر استضاح می شود. بله. به خاطر چی؟ به خاطر که بودجه مالی خود را مصرف نمی تواند. بله. و از بین 7 وزیر تقریبا 7 وزیر کاملا سلب صلاحیت شد. و این چیزی میرسانه به خاطری که چطور در یک کشوری که نیاز به بازسازی داره، نیاز به بازسازی بسیار فوق العاده داره، وزیران نمیتونه بودجه سالانه خود را مصرف کنه. علت چیست؟ علت عدم توانایی و پلانگذاری وزارتخانه هاست که انسان های لایق و شایسته در رأس کارها گماشته نشده است. بله. چقدر اگر کار به اهل کار سپرده شود در این زمینه کاهش پیدا میکنه بیکاری؟ کاملا من باور به 100% کاهش پیدا میکنه، به خاطر که دولت از طرف اعلان میکنه که ما 25000 پست خالی داریم. بله. برای چرا افراد گماشته نمیشه در 25000 پست خالی؟ علتش عدم کارایی مسئولین که در رأس دولت وجود داره، به خاطر اینا توسط پارتی، توسط زور، توسط خویشاوندی، یعنی روابط با ضوابط حاکم. کاملا خب. مثلا در شبها و روزهای عید نرخ مواد خوراکی هم مواشی بلند میره، علتش چی است؟ علتش به خاطر که همونطور که قبلا عرض کردم جنگ و ناامنی یک عده را بسیار معلول ساخت، فقیر ساخت، بیچاره ساخت، ولی یک عده پولهای هوایی زیاد به دست آورد. امروز سرمایه دیست کسانی است که بازار دیست کسانی است که تقریبا مافیایی عمل میکنه. دقیق در زمان عید نرخ ها را بالا میبره. بازار آزاد چقدر یه عرصه تاثیرگذار است؟ بازار آزاد در این عرصه خود تاثیرگذار زیاد داره، متاسفانه که بازار آزاد هم دست زمین قرار دارد. بله. خب دولت چی کرده؟ ما از کشور صادراتی که بیشتر کشور وارداتی هستیم خامده. چگونه میتونیم که به یک کشور صادراتی تبدیل شویم؟ ما افغانستان یک کشور غنی است، معمولا معدن بیشتر داریم، ما از بحر دستگاه صنعتی خب متاسفانه در افغانستان مشکلات های عمده و زیادی وجود دارد، از جمله مسئله واردات صادرات است. بله. ما می توانیم بسیار به راحتی
یک کشوری از کشوری وارداتی به کشوری صادراتی تبدیل شوند. دلسوزی می خواهند. متاسفانه در نظام ما از سطح بالا تا پایین هیچ کس دلش به حال ملت نمی سوزند. خب نظر به سالهای گذشته حکومت امسال پروژه زیربنایی اقتصادی بیشتر زیر کار گرفته. چرا زمینه کار برای مردم مهیا نشد؟ شعاری است. بله. شعار است. مثلا یعنی من پروژه که عملا امسال سر کار شروع کردن شعاری بود؟ شعاری است. مثلا مثلا کدام پروژه؟ مثلا پروژه ما نام بگیرم چون ما مناطق جاغوری و مالستان هستیم. بله. پروژه جاغوری قرار است 80 کیلومتر از قرباغ تا جاغوری پختکاری شود. 16 سال هیچ تصمیم گرفتن نمیشه. یک روز میگه دافرگوشایی است، یک روز میگه نشود، یک روز بودجه نیست، یک روز میگه تدارکات ملی رفته. اینا تقریبا یک مقدار شعاری است، یعنی بیشتر شعاری است به خاطر که تا عملی من فکر نکنم کارهای زیاد به وجود. البته من امیدوار زیاد هستم از رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان جناب احمد اشرف خانی احمدزاده و خانوادم با درایت است، اما در کل متاسفانه یک مرض حسادت و قومی و سمتی و مذهبی و یک در درونی نظام وجود داره و الا ما میتونم به راحتی کشور خود را تبدیل از واردات به صادرات کنم. نمایش مثلا راههای مواصلاتی یک جور شوه، کل حاصلات زراعتی مناطق مرکزی در اینجا می آید. ولی در با توجه به اینکه در مثلا جاغوری و مالستان یک متر مربع تا حالا سرک آسفالت صورت نگرفته، یک متر مربع به صورت یادگاری یا نمادی، و ما نمی توانیم حاصلات زمین و زراعت خود را با آسانی و براحتی در اینجا برسانیم و همین امروز از جاهای دیگه و از جاهای دیگه گذشته از اون عدم بی‌کفایتی مسئولین گمرکات ما که ناشی میشه از وزارت مالیه توجهی صورت نمیگیره. جنس های بی‌کیفیت و به درد نخوردی که از کشورهای همسایه برای ما وارد میشه هیچ نیازی نیست. بعضی اش واقعا به عنوان میشم گفت مسخره. جنس های وارد بازار افغانستان میشه و نیاز به آوردنش نیست. مگر ما با توجه به حاصلات زمین زراعتی که ما داریم، ما میتونیم لبنیات خوبی در اینجا پیدا کنیم و دستاورد داشته باشیم. نوشابه از تهران وارد میکنه. او تجاری که از تهران یا از کشورهای دیگه به عنوان تجار افغانی نوشابه وارد میکنه، واقعا برایش خجالت آور نیست؟ یا جنس های به کیفیت تولیدات ما، مثلا دیروز ما با یک نفر صحبت میکردم، چند مدت ندیده بودم، بعدشان گفتم کجا هستی؟ گفت من یک کاری چی جور کردیم، مایه ظرفشویی تولید میکنه. گفتم چطور وضعیت کاربار شما؟ گفت ما ظرفشویی بد نیست، حالا ما یک اشتباه کردم. گفتم چه اشتباه کردی؟ گفت ما به نام وطن. خب چگونه میتونیم با اشیای خارجی که از خارج وارد میکنه یا با اشیایی که در بازار خارج فروخته میشه رقابت داشته باشه، مال داخلی با مال خارجی؟ چگونه میتونیم؟ ببین دولت اینجا تاثیرگذار است. چگونه دولت؟ کشور ما که اقتصاد ما طور نیست که ما بتونیم رقابت کنیم. واردات بدون رویه را باید جلوش گرفت. بدون شک ناامنی اخیر تأثیر گذار بوده برای اقتصاد کشور و اقتصاد رو به سقوط یا رکود بوده. چگونه می توانیم که بالاخره به اقتصاد ما را به رشد کنه و به پای خود استاد شه؟ کارهای مثلا ما یک پلانای دراز مدت داریم، یک کوتاه مدت داریم. ما متاسفانه همیشه پلانای کوتاه مدت داشتیم. در طول 14 15 سالی که نیروهای بین المللی اینجا آمد، میلیاردها پول سرازیر شد، یک زیربنای اقتصادی بلند مدت ما نداریم. ما می توانیم سرک های خود را بسازیم، کارخانجات بسازیم، بخش زراعت که عمده ترین درآمد مردم افغانستان بیشتر کار کنیم، سرزمین های بایری که در افغانستان وجود داره باید روش توجه صورت بگیره، آبهایی که ما فراوان داریم روی اونها توجه صورت بگیره، یعنی عملی نه اعلامی. خب نمیتونیم که همه ای مشکلات و چالش ها را به گردن حکومت بردیم. این کار است که حتی مردم با همکاری مردم با دولت هم میشه که این می کارهایی که شما اشاره کردین پیش بره و زمینی کار بر مردم های شا فقر و بیکاری کاهش پیدا کنه. آیا مردم دیگر سبا حکومت همکار هستن؟ مردم یک از مشکلاتی که عمده ما داریم است که مردم ما متاسفانه 70% بسواد است. ده. و خیلی سار درک نمیتونه و الا بله مردم افغانستان مردم خوبی است، مردمی واقعا وفادار است، مردمی است با دولت همکاری میکنه. متاسفانه سیاست دولت در اینجا خب علت بیسوادی مردم چی است؟ دلیل بیسوادی خود دمی جنگی چند سالی که چند تقریبا چندین سال میشه گفت در افغانستان. بله. خب مالیات بلند چقدر در گمرکات یا در مسیر راههایی که از کشورهای خارج وارد میکنیم بالای نرخ مواد خوراکی یا مواد اولیه تاثیرگذار است؟ روی مواد های اولیه تاثیرگذار هست، ولی ما موافق مالیه باید بیشتر شود.
مالیات اگر بیشتر گرفته شود، مالیات وارداتی بیشتر شود، به نفع مردم است. به خاطر تولیدات داخلی ما رشد پیدا میکنه. خب اکثر تولیدات داخلی خود ما تولیدات صنایع دستی است. اگر این به ماشینری تبدیل شود، چقدر در عرصه کار کاهش بیکاری بر مردم تاثیر گذار است؟ میشه حاصلاتی یا از نظر اقتصادی مردم پیش برد، ولی فکر نکنم روی بیکاری اونقدر تاثیر گذار نیست به خاطر ماشینالی جایگزین کاری عادی ها میشه. در قسمت افزایش اقتصاد، بهبود اقتصاد چقدر تاثیر گذار است؟ چرا که کارش زود رس است؟ کاملا بهبود داره. ما میتونیم خود را در ردیف کشورهای دیگه قرار بدیم. یعنی ما باید از تکنولوژی پیشرفته امروز ماشینالات خوب بیشتر استفاده کنیم. ناامنی چقدر تاثیر گذار است بالای فقر در حق؟ البته ما یک عرض داریم، یعنی ما میتونیم بیکاری، ما از کلمه فکر کنم که ناامنی به مراتب بتر بیکاری در کشور ما خرابی به وجود میاره، ولی ناامنی 100% تاثیر گذار منفی است. ناامنی که متاسفانه دوستان نادان ما به وجود میاره به خاطر مبالغ بسیار کم قتل و کشتار میکنه، یک کشور ما رو به رکود میبره، واقعا به صفر میبره. تشکر روحانی صاحب از شما که دعوت ما را پذیرفتید. زمون همکار بریالای رحیمی لکندهار څخه زمون سره فکر هک دی لده څخه به پښتو چې په کندهار کې خلکو اختر څنګه پیل کړ او دوی د اختر ورځې څنګه وموندلې؟ رحیمی صاحب سلام، اختر مبارک شه. اختر مبارک سی د استاد طریقه ټولو هیوادوال ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو خوشاله اختر یې پیل کړ. مننه، سلامت اوسئ. رحیم صاحب، په کندهار کې د اختر لومړۍ ورځ مو څنګه پیدا کړه؟ خلکو څنګه اختر پیل کړ؟ په کندهار ولایت کې لکه څنګه چې د هیواد ټول د اختر کلتوري مسایل دی، هغه ټول یو شان دي، نسبتا چندانې فرق نه لري د نورو ولایتونو سره. په کندهار کې تر ټولو مهمه دا ده چې د اختر د ورځو د لمانځلو په خاطر باندې څو ورځې وړاندې امنیتي ځواکونو امنیتي تدابیري پلانونه جوړ کړي وو چې د ولسوالیو په ګډون یې په ښار کې هم عملي کړي دي، چې تر اوسه پورې خوشبختانه د کندهار په ولسوالیو او مرکز کې هیڅ ډول امنیتي پیښه نه لرو او نه هم تر اوسه پورې داسې د پیښو خبرونه د ولسوالیو نه خپره شوي دي. دا تر ټولو مهمه ده چې خلکو ته یې دا ډاډ ورکړی دی چې باید اختر ورځې او د اختر خوښي په ډاډ سره ولمانځي. همداشان د خلک ډیر لیواله دي د اختر ته، ځکه چې په دې وروستیو کې د سویلدیځې او ځې جګړې هغه د خلکو زړونه غمجن کړي وو. داسې ورځې چې د اختر خوشحالۍ په هغوی راځي، هغوی په ډېرو شاندارو مراسمو باندې لمانځي، لکه څنګه چې څو ورځې وړاندې د هیواد د خپلواکۍ ورځې په ډېرو شاندارو مراسمو ولمانځلې. همداشان اوس بیا یو ځل د څو ورځو د یوې اونۍ وروسته بیا یو ځل خوشحالي په کندهاریانو راغلې ده او دا خوشحالي په ډېرو شاندارو مراسمو باندې لمانځي، میله ځایونو ته ځي. همداشان د قربانۍ دپاره ځانګړي ځایونه پخښه شوي دي او د قربانۍ دپاره خلکو چمتووالی نیولی دی. نو دا اختر د نور اختر په کندهار ولایت کې ښه لمانځي. د نور اخترونو سره توپیر د اختر په کندهار کې ځوابله ده چې په مرکز کې خود اختر پر رسیدو سره د خوراکي توکو همدارنګ د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې او خلکو د اقتصادي فقر له امله ډېر شکایتونه درلودل. په کندهار کې وضعیت څنګه وو؟ خبره ده کله چې اختر داسې خوراکي توکو او د دې د کنټرول لپاره کوم داسې خاص میکانیزم موجود نه لري چې دغه خوراکي توکو بیې همداشان د قربانیو دومره زیاته پیمانه چې دا چا اقتصادي وضعیت هم د خلکو کمزوری دی، په هغه سطحه نه دی لکه څو کاله وړاندې چې یا په 2012 چې اقتصادي کمزوری دی، هر زمینه خلکو نه ده برابره، اکثریت خلک بیکاره دي. نو په همدې خاطر باندې ډېری خلک د قربانۍ دپاره په کوم مال چې په هغه وخت کې په 15,000 افغانۍ پیدا کېدی، اوس په 40,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ ته رسېدلی دی. دومره قیمتونه جګ شوي دي. نو طبیعي خبره ده چې د قیمتونو لوړوالی د خلکو اقتصاد کمزوری دی، د قیمتونو لوړوالی زمینه دې ته برابروي چې خلک اکثریت قرباني ونه کړي، ځکه دا هر چا د وس کار دی. خو په ټولیز ډول باندې دا اختر د نورو پرتله باندې ډېر ښه اختر دی، ځکه چې هېڅ ډول امنیتي پېښه تر اوسه پورې نه ده ثبت شوې په کندهار کې. یو خبر داده چې واقعیا کندهار د نورو ولایتونو په پرتله امنیت یې ښه دی، بیا هم امنیتي ځواکونو د اختر لپاره څه ډول تدابیر نیولي؟ له خلکو سره غږېدلی یاستئ؟ خلک څومره د حکومت څخه پخپله د کندهار د امنیتي تشکیلاتو څخه څومره خوښ دي، څومره راضي دي؟
تاسو پوهیږئ یو ونې وړاندې کندهار ولایت ته ولسمشر راغلی و، خو د ولسمشر سفر هغه دغه سرتیرو د فاتحې لپاره و چې په خاکریزو شاولي کوټو په میوند ولسوالیو په ځینو نورو ولسوالیو کې شهیدان سوي وو په دې وروستیو امنیتي بریدونو کې. تر هغه وروسته بیا داسې پېښه په کندهار کې نه رامنځته شوې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه. د هېواد په یو مثال یادولی شو په امنیت کې، ځکه چې په ډېرو ولسوالیو امنیتي وسیله یو آزاد تګ راتګ کېدلی سي، عام خلک لکه غوراکو، میانشینو، نیشو، ریګستانو په دغه سیمو کې چې امنیتي پېښې رامنځته کېږي، هغه تاسې نتیجه ولیدله چې ولسمشر حتی د هغه سرتیرو فاتحې ته راغی او ولسمشر د کندهار امنیتي ځواکونه دومره وستایل په هغه ورځ چې حد یې نه درلود، ځکه چې هغوی هم مثال ورکړ چې د هېواد په کچه باندې کندهار یو هغه ولایتونه دی چې ډېر ښه امنیت لري، خلک هم د امنیتي ځواکونو نه خوښ دي او ملاتړ یې کوي. تر اوسه پورې خلکو د امنیتي ځواکونو نه کومه شکایت نه دی کړی او د ستاینې مراسم یې هر وخت لمانځي. اوس هم خلک ډاډه دي په دې باندې چې امنیتي ځواکونه کولی شي چې د دوی امنیت وساتي، ځکه چې څو ورځې وړاندې ما یادونه وکړه چې د نوي کال مراسم وبښئ د ازادۍ د جشن مراسم په دومره شاندارو مراسمو باندې ولمانځل شول چې د تېرو لسو موده کې هېڅ ساری نه درلود. مودګي سرګندوی کوي چې امنیتي ځواکونه په دې توانېدلې دي چې خلکو ته د وسا او آرام ژوند زمينه برابر کړي او هغه د خوشحالۍ ورځې چې دي چې باید ولمنځل سي هغه په سمه توګه باندې ولمنځي. خلک ډېر ډاډه دي او امنیتي ځواکونه ته ډاډ ورکوي چې کله ډېره مننه رحیمي صاحب له تاسو څخه. کندهار څخه زموږ همکار بریالی رحیمي و چې په ټوله کې د کندهار د امنیتي وضعیت، کندهار هغه ولایت دی چې د نورو ولایتونو په پرتله امنیتي وضعیت هلته ښه دی، او همدارنګه زموږ همکار وویل چې خلکو هم اختر په ډیرو ښه امنیتي وضعیت کې پل کوي او خلک هم له حکومت همدارنګه د کندهار د امنیتي تشکیل څخه د کارکوونکو څخه ډیر خوښ او راضي دي. ډیر قدرمن لیدونکو ته لنډې دمې وروسته به زموږ همکار لیزا یوسفزی تاسو ته د نهه بجو دري خبري سرویس وړاندې کړي. تر دې دمه مو ملتیا مننه. خبرونه تر لنډې دمې وروسته بیا هم دوام لري. با عرض سلام مجدد به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. در آغاز عید سعید قربان را به همه هموطنان ما از طریق تلویزیون آریانا نیوز تبریک و تهنیت عرض می داریم و امید است که عید خوب و خوش داشته باشند و در فضای امن و آرامی عید سپری کنند. و در این قسمت برنامه بحث داریم در مورد شکایت شهروندان از بلند رفتن مواشی و میوه خوش در روزهای عید و به مناسبت عید، و مهمان برنامه ما هستند فردی فدایی، رئیس انجمن جامعه مدنی جوانان آقای فدایی. سلام، به برنامه خوش آمدین. سلامت سلام به شما تقدیم میکنم از طریق تلویزیون شما برای همه ملت افغانستان. عید سعید قربان را برای همه مسلمین جهان به خصوص ملت بزرگ افغانستان تبریک میگم. تشکر بسیار زیاد. آقای فدایی، در نخست میشه که در مورد نظارت شما من حیث رئیس یک انجمن و همچنان رئیس انجمن جوانان از قیمت ها در روزهای عید به مناسبت عید بگوین که چقدر نظارت داشتین، به خاطر از اینکه قسم که همین مشاهده سیم به مناسبت عید قبل از روزهای عید و در روزهای عید قیمت مواشی و مواد اولیه و مواد میوه خشک بالا رفته و شما چقدر نظارت داشتین این قسمت؟ سلامت باشین. ما بیشتر یک روابط تنگاتنگ در شهر کابل با همه دوستان یک روابط خوبی داریم، اما متاسفانه که یک تعداد هموطنان ما از خدا اینا را هدایت کنه مواشی ها را بیشتر به قیمت غذا و فروش میرسانن و یک تعداد هستن که بودن 40 یا 50 مواشی اگر خریداری میکنن بزرگ 6 ماه الی 1 سال بعد و مثلا بعد از عید قربان دیگه خریداری میکنن، باز با دیگه اینا به فروش میرسانن. اگر 4000 افغانی میخرن یا 3000 افغانی میخرن بالاخره رو تا 14000 و 15000 و هم بیشتر با مشکل اگر پیدا شوه. در این قسمت مسئولینی که مربوطش میشه و در این قسمت گام های عملی بردارن. در قسمت بخصوص میوه خشکی که برای هموطنان ما خریداری میکنن که یک رسم رواج مردم افغانستان، در این قسمت هم یک تعداد دکاندارای ما بسیار به قیمت گزاف به فروش میرسانن، مثلا یک کیلو پسته اگر 600 افغانی باشه حال 900 افغانی شده. در این قسمت مربوط و ما کار خود را انجام دادیم انشاءالله و رحمان. بعد از این ما سر از این موضوع خود بسیار به گونه جدیت با مسئولین صحبت ها خود داشتیم
اما اکثریت ملت مردم افغانستان این جدیت چرا قبل از عید وجود نداشت؟ چون ما عید رمضان هم گذشتاندیم و عید هم همچنین مشکلات وجود داشت، اما در عید قربان میبینیم بیشتر و بیشتر مشکلات زیاد شده و بالاخره سر و صدای شهروندان بالا شده و شهروندان ما از این ناحیه بسیار زیاد شکایت دارن و اقتصاد مردم هم ضعیف است و دقیق است. ما صحبت‌های داشتیم و نظریات بسیار معقول برایشان گفتیم و مسئولین، اما اینکه اقدام عملی نمیشه از آدرس از اونها، ما فکر میکنم که مسئولیت به دوش از اونها است. ما کار خود را انجام دادیم تا حد توان ما که است، اما مردم افغانستان، در اکثریت مردم افغانستان در حالت فقر زندگی میکنن. شما فکر کنین در خصوص در شهر کابل 33% مردم دستفروش و کراچیبان است و که به من 200-300 افغانی که اگر روزمره به دست از اونا بیا و او را آیا نفقی فامیل برسانن یا رسم و رواج عید را باید اونا سپری کنن. اما در این قسمت بخصوص باید که ریاست جمهوری یک اقدام بسیار جدی بکنن یا به مسئولینی که زیر دست هستن، وزارت هایی که هست، در این قسمت باید گام های عملی باید بردارن. دقیقا در این قسمت باید کدام وزارت کار کنه گذشته از حکومت؟ من نمیدانم که مربوط به کدام وزارت ها میشن. فکر کنم که در یک قسمت شهرداری کابل باید گام های عملی برداره، یا اینکه شما فکر کنین نه پیش از اید ما تنهایی را فکر نکنیم. خب در اید یک سه روز اید است، هموطنهای ما به رقمی که باشه چون یک رسم رواج است پول پیدا میکنن یا قرض میکنن یا به یک شکل مختلفه اون میوه خشک یا رسم عنانات که هست اون را باید با پیش ببره، اما بعد از او پیش از او باید که روزای عادیش درست؟ یک لایه بسیار خوبی از آدرس، مثلا فکر شما فکر کنین یک کیلو گوشت و گوساله با قیمت 400 افغانی درست؟ سر از این موضوعات باید کار شوه. یک لیتر تیل در یک جا ببینید که 48 افغانی به فروش میرسه، یک جا ببینید 45 افغانی به فروش میرسه و یکیش میگه که تیل از اونا به کیفیت است. یکی در این قسمت مثلا هست که بخش ریاست مواد نفتی و گاز، در این قسمت مثلا یک کیلو گاز ببینید در یک جا 45 افغانی است، یک جا 60 افغانی است، یک جا 55 افغانی است. یعنی هر بخش این چندین بخش های میتونه که با یک بخشش مربوط بخش روغنیات مربوط به خصوص تیل و گاز مربوط ریاست مواد نفتی و گاز میشه، یک بخش مربوط شهرداری کابل میشه، یک بخشش مربوط وزارت زراعت شاید شود درست؟ در این بخش ها هر کسی باید مسئولیت خود را بپذیره، چون ما فعلا یکی خب موضوع فقر و بدبختی مردم افغانستان، موضوع ناامنیشی دیگه موضوعات و نزدیک به 4 میلیون بیکار داریم و در این جمع اکثریتش هم جوان است و در این قسمت ریاست جمهوری یک اقدام جدی باید بکنند که چون او مردم ما که در مشکلات اقتصادی دارن باید به مشکلاتشون رسیدگی شود. اصل کندی کار در کجاست آقای فدایی و چرا نظارت درست نمیشه؟ چون شما همچنان به یک نکته اشاره کردیم که بگذاریم از سه روز عید و یا دو روز سه روز هم قبل از عید، در گذشته ها در روزهای عادی هم قیمت مواد اولیه، مواد نفتی، تیل و گاز و همه چیز بالا رفته. خب بیایم بگیم که گاز ما از کشورهای دیگه وارد میکنیم، تیل از دیگه کشورها وارد میکنیم، اما مواشی که از خود کشور خود ماست، مواد خشک است، مثلا میوه خشک است، اینا خب همش مسئولیت کشور خود ماست. چرا از اینا نظارت درست نمیشه؟ مثلا به طور مثال ما میریم میبینیم همین بادام است، در یک دکان به یک قیمت است، در یک دکان به یک ناحیه در یک قیمت است، در یک ناحیه. چرا اینو فکر میکنین که چرا نظارت درست نشده تا حالا؟ چرا نمیشه؟ این موضوع در سطح افغانستان دامنگیر است و بخصوص کابل، اما مسئولین بخصوص هم مدیرایی که مثلا در نوای یک شهر کابل که هست، شاید به احتمال زیاد که برایشان یک چیز پول برایشان داده شوه و به همراه از اونا، حالا فکر کنین در یک دکانی که اینا میرن جواز اگر نداشته باشن بسیار با جدیت پیش میره، کسی که شناخت داشته باشه بسیار با راحتی با زنگ تلفن خود جواز دکان میگیرن. یا موضوع مواشی، خب یک تعداد هموطنای ما هست که مواشی رو خریداری میکنن 6 ماه پیش، 7 ماه پیش، 8 ماه پیش، بالا از اونا مصرف میکنن، شاید در ولایت های مختلف باشن، در یک سر یکی از اونا شاید در نمیدانم که برایشان سبزه و این چیزا، اما اونا هم زحمت خودم میکشن، اما با این اندازه هم نیه که ظلم باید با بالای مردم افغانستان شود.
در این قسمت مسئولین مکلفیتشان است که نظارت بسیار جدی بکنند. ما نظریات خوبی داشتیم، برایشان گفتیم، نظریات ما خلاف قانون نبوده و میدانیم که ما مشکلات مردم خود را درک میکنیم. و در قسمت دیگه که تاجرای ملی خیلی در سطح افغانستان ما زیاد داریم و یک تعدادشان واقعا که دست فقیرا را فقرا را میگیرن و یک تعدادشان خدای ارجانشان که همه موضوعات را به خود و به معقارا به خود میاندیشن. ما میگیم که بیاین که دست یک هموطن دیگه خود را باید ما بگیریم. آقای فدایی، شما اشاره کردین به نظریات که شما گفتین پیشنهاد کردین به مقامات زیره. نظریات شما دقیقا چی بوده و چقدر چرا شنیده نشده و چقدر شنیده شده؟ دقیقا میشه ما میگیم که امروز یک بوریار در یک دکان با 1300 افغانی به فروش میرسه، در یک دکان با 1500 افغانی. یک پیبروغن در یک جا که مثلا اکثریت رسانه ما طرف صبح که با برنامه بامداد میداشته باشن اینا رو به نشر میسپارن. یا اینکه 100 دلار کسی که مایده میکنن با یک نرخ هست، دیگه سراب با دیگه نرخ مایده میکنن. در این قسمت در همه موضوعاتش بخشایی که مسئولیت دارن اینا باید گامای عملی باید بردارن. این که ما پیشنهاد در هر بخش ما پیشنهادهای معقول داشتیم، در بخش ورزشی، در بخش اقتصادی، در بخش مشکلات هموطنای ما، در بخش فقر و بیچارگی و بدبختیشان، بخش مواد ما، هر بخش ما پیشنهادات معقول داشتیم، اما تطبیق کردن از آدرس از اونا باید شود. درست؟ حالا در یک دکان ببینید، در یک چیز را به یک نرخ به فروش میرسانند، در یک دکان به یک نرخ بالاتر به فروش میرسانند. این به یک رقم بیخی جنجال برانگیز است و ما ده ها بار خود ما با این موضوع سر خورده و بسیار با جدیت با از اونا ما رفتار کردیم و خود ما حیرت ماندیم که در یک جا اگر یک چیزی که اگر 100 افغانی باشه او 150 افغانی به یک به فروش میرسانند، در حالی که میدانیم که امور 80 افغانی با اینا تمام شده. دو چند ما میگیم که اگر در این قسمت مسئولینی که مربوطشان میشه ما امروزشان همکار هستیم در هر نقاط شهر کابل بگوین، نیروهای امنیتی ما با ما همکار هستن، همگام هستن و میریم در این قسمت باید هم با ما عملی برداشته شود. این که ما با شعار بگوییم و به خصوص نزدیکیت میشه مردم که 7000 افغانی و 6000 افغانی یک مامور ماش داره چطور میدونه که برای 1 کیلو پستره با 900 افغانی بخرن؟ اما آقای فدایی، نظریات شما باز هم من میخوایم پرسان کنید که به شکل واضح اگر بگید نظریاتتان و راهکاری که شما پیشنهاد کردین، که شما گفتین ما راهکارهایی را پیشنهاد کردیم اما پذیرفته نشده، راهکارهای شما هم معقول بوده، میشه به چند راهکاری که شما و نظریاتی که دادین اشاره کنیم؟ ما یکی میگیم که مسئولین نوایی های مختلف که باز هم تذکر میتونم در این قسمت باید دوش به دوش مثلا ما یا مسئولین وکلای گذر یا نمایندای شورای ولایتی یا اینکه این بخش ها یک جا پیشنهاد خوبی داشته باشیم. هر دکان باید همه دکانایی که سوپرمارکت هایی که حالا ببینید سوپرمارکت ها هم است که در یک جا یک چیز به یک نرخ است، در یک جا یک چیز به نرخ بالاتر است، یک جا پایین تر است، یک جا بالاتر است. او میگه که کیفیت ازی بلند است، این میگه کیفیت ازی بلند است، ما نمیدونه. در این قسمت این مسئولیت را کی داره که ما برایشان گفتیم مثلا شهرداری کابل دیگر نهادهای دولتی که در این قسمت مسئولیت داره باید اقدام جدی بکنن چون مکلفیتشان است. ما امروزشان همکار هستیم، در این قسمت هیچ تنها ما نمیگذاریمشان، اما اگر ما مستقیما دخالت بکنیم مثلا با یک دکاندار یا یک سوپرمارکت یا مسئولین از اونها ما درگیر خواهد شدیم چون میگه مربوط به شما این نیست. ما پیشنهاد کردیم اما ما میگیم با پیشنهاد ما اونا لبیک بگن، ما میگیم که اینی رای درست، اینی رای اشتباه است. اگر میخواین که همون شگافایی که بین مردم و دولت به پیش آمده این کارهایی است که باید سر از این موضوعاتی بسیار یک گپ ساده هم است، اگر اقدام جدی بکنن میتونن که در یک برنامه منطقی داشته باشن. حالا آقای فدایی، بعض دکان ها رو فکر میکنن در شهر کابل بیاییم ببینیم که دکان ها هستن بعضش جواز ندارن، اینا به شکل غیر قانونی دکان باز کردن و اینا مفروش دکانداری میکنن، به خصوص موادی که مفروشن هم به گفته شما از جای وارد میکنن، از کشورهای ما وارد میکنن که غیر معیاری میباشه و بیشتر قابل پذیرش هموطنان ما نمیباشه. چرا در این قسمت باید از همکاری که صورت بگیره با شما، همکاری که با مردم چقدر همکاری کردن؟ چون مسئولیت
نسبتاً بر میگرده به جوانای ما و مردم ما همچنان. مردم دیگه قسمت هم باید همکاری کنند، دیگه قسمت فکر میکنه مردم همکاری کرده با شما؟ من اول برتان یک موضوع را میگم، در دی افغانان شهر کابل که ما و شما عبور و مرور میکنیم، یک رقم جوس را ببینیم که در روز 4 افغانی 5 افغانی میتن، یک انرژی را میتن مثلا با 25 یا 30 افغانی، در حالی که اونا میدونیم که در دکان ها یا سوپرمارکت ها در 60 افغانی است. آیا تاریخ ازی تیر شده، تاریخ نقلی را دهی یا جابجا کرده؟ آیا کیفیت ازی بدتر از اون کرده؟ این یک موضوع دیگه. مسئله دیگه این که اونا مو چیز را که ما در یک جای دیگه که خریداری میکنیم، اینا فکر کنیم که شاید که با تاجرا ارتباط داشته باشن از کشورهای دیگه که وارد میکنن، مثلا پاکستان که بی کیفیت وارد کنن و مردم ما با مشکلات سی هم دوچار میشن. او و این چیزی که دیگه که از آلمان وارد میشه به افغانستان، نرخ ازی فکر کنین که شاید یک دو چند ازی که بالاتر باشه، اما کیفیتش خوبتر است. در قسمت دیگه این که ما روزای گذاشتم رئیس تحقیقات جنایی کابل آقای الماس و رئیس بخش ساختمان مراقبت، یعنی بخش شهرداری کابل و از بخش لوی سارنوالی نماینده بودن که یک کمیسیون تشکیل داده شده که یک مشکل ناامنی اینمی دکانایی که جواز نداره شاید به بار بیاره. من گفتم که امی کسایی که در جاده های شهر کابل در هر نقاط کابل که هستن، مثلا دستفروش ها هست، باید به اینا یک کارت داده شود، یعنی مثل جواز واره که به اینا دیگه پلیس هم مشکلات ایجاد نکنن، نایام مشکلات ایجاد نکنن، ترافیک هم مشکلات ایجاد نکنن. اینا به گونه بسیار خوبی بتونن میتونن که یک تکس را به دولت تحویل بکنن. ما نه شاید 1000 افغانی یا 1500 افغانی به اونا معلوم نمیشه، خب از او پول ازشان گرفتنی است. مثلا در یک جا به نام معلولین ما کسی آمدن نماینده مردم 100 دکان به اجاره گرفته، گفتم در اینجا 100 دکان میمونم، همین موضوعات معلولین که اینا مشکلات اقتصادی دارن و اینا با مشکلاتشان ما رسیدگی کنه. متاسفانه که 1200 دکان در روز ای جابجا کرده که هر کدامش به دولت 100 دکان به کرایه میده 1000 افغانی، اما 1200 دکان 5000 افغانی اینا کرا دادن. این دیگه مسئله مشکلاتی، چون یه هم مشکلات امنیتی رو بار میاره و در قسمت از این که از بس خارج نشیم، مواد خوراکی مثلا بی کیفیتی که از کشور پاکستان وارد میشه یا این که شاید کشور ایران وارد کنه، در این قسمت چون اکثریت مواد خوراکی که به افغانستان وارد میشه یک مقدار شاید سی نباشه. تصاویری را که در سایت های اجتماعی دیدیم که میگفتن که یک چیزی که از پاکستان میگیره نخورن که این مشکل ساز است، در این قسمت وزارت صحت عامه باید گام های عملی برداره و پیش از وقوع حادثه باید ما جلوش بگیریم و در این قسمت ما انشالله و رحمان گام های عملی خواهد برداشتیم و یک سر یک طرح بسیار خوب کار میکنیم که با مسئولینی که با خصوص شهرداری کابل، وزارت هایی که مربوطشان میشن، نهادهایی که هست، ما در این قسمت با اونا صحبت های خواهد داشتیم بعد از این که سر از این موضوع بسیار با جدیت کار کنیم و نتیجه بگیریم. اگر که ما گپ بزنیم، چون ما در اکثریت موارد پیشنهادهای خیلی معقول برای رئیس جمهور هم داشتیم که گفتیم اینی پیشنهاد بخصوص جوان ها یا بخصوص ورزش، در این قسمت هم طرح ما یک تعداد جوان هایی که هستیم کار میکنیم و پیشنهاد به مقام بالا خواهد داشت. با تشکر از فردین فدایی، رئیس انجمن جامعه مدنی جوانان که در بحث با ما بودند. برنامه آغاز روز باز همه ادامه دارد بعد از وقتی کوتاه. با عرض سلام و مجدد به ادامه برنامه آغاز روز باز هم خوش آمدید. در این بخش برنامه مهمان ما اسلم حجاب، مسئول خبرهای اقتصادی آریانا نیوز با ما هستند و در مورد امی موضوعات روابط اقتصادی ما با پاکستان، روابط اقتصادی ما با دیگه آسیای میانه و کشورهای همسایه ما چگونه است، در این مورد ازشان سوالات داریم و پرسان میکنیم. آقای اسلم حجاب سلام، به برنامه خوش آمدید.
سلام تاسو او د آریانا نیوز قدر من لیدون کوته اخی اسلامی جب در نخست میشه در موردی که تیره شدن روابط افغانستان و پاکستان بگوین که خود تیره شدن روابط افغانستان با پاکستان چی تاثیرات داره بالای اقتصاد افغانستان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل ل تیر لسو کلونو راپدی خو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوداګری دوام درلودل مګم هغه اصول او قواعد چې د خپلواک هیواد په توګه باید پاکستانیانو د افغانستان سوداګرو سره او د افغانستان د سوداګری له بهیر سره درلوده هغه ته د درناوی نه کو احترام نه کو افغان سوداګرو کده د سوداګری برخه وا کده ترانزیت برخه وا او کده د صادراتو برخه وا کده وارداتو برخه وا د پاکستان له خوانه ورته بیلابل مشکلات پیدا کده کله چې په د افغان سوداګرو له بهر نه د ترانزیت په برخه کې مالونه راغل نو د کراچۍ بندر ته لغنه بچراتل د بیلابلو بهانو باندې د موټران یا د مالونو حالته ودرول بیا په باندې د ډیمریج په نامه یو څه جریمه چارجوله چې کلنۍ مصرف د غل 1500 تر 800 میلیون ډالرو پورې کېدله خو په ډیرو مواردو کې دوی ستونزې را پیښولې په داسې حال کې د پاکستان سره تقریبا 10 کاله د افغانستان حکومت یا افغانانو گزاره وکړه چې د پاکستانیانو مالونه ترانزیت تازه میوې ساختمانی توکي د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تلل مګر پاکستانیانو د افغان سوداګرو ته اجازه نه ورکوله چې مثلا واقعي اسلام جب شما هم اشاره کردین گفتین گذشته از 10 سالی مشکلات وجود داره در بین تجارت افغان خصوص حکومت افغانستان چرا به این مشکلات رسیدگی نشده و چرا فکر میکنید که حکومت افغانستان به گفته شما تحمل کرده فکر نمیکنید که خود بیلابیل نظامونو پالیسی دی یعنی د ولسمشر کرزی په وخت کې د پاکستان سره تر ډیره حد دوستانه اړیکې وی د اپټا په نامه یو قرارداد هم درلود لنی کمرغه قرارداد وخت پېت او رسید هغه د تمدید لپاره د افغانستان حکومت ونه غوښته ک پاکستانانو غوښتل چې په دغه قرارداد کې تاجکستان شامل کی بیا د افغانستان حکومت غوښتنه وکړه چې په دې کې ک تاجکستان شامل کی نو هند هم شامل سی نو دغه ستونزې او مشکلات د دې لامل سو چې افغان سوداګر یا افغان حکومت په بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړي نو په همدې سره لنی نیک مرغه د نوي حکومت پر راتلو سره افغان سوداګرو د ملي اولي حکومت مشرانو د هڅه وکړه او کوشش وکړه تر څو د پاکستان بدیل لارې چارې پیدا کړي اوس په ډیره وختونو کې چې کله د افغانستان تازه میوي مثلا راتللې د پاکستان لخوا نه په سرحد وتړل سو تر څو پورې چې هغه په هغه سټانډرډ چې باید دا وساتل سي بستبندي سي هغه نه کېدلې افغان تاجران او سوداګرو نو څو کالج خپل مالونه د پاکستان لارې د جنوبي اسیا هیوادونو ته ورسي په سلګو په میلیونو په لسګونه میلیونه ډالر یې دلته افغان سوداګرو ته زیان رسو لنی کمرغه اوس د چابهار بندر سو مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د هیراتانو او اقینې لارې د ریل پټلۍ سو تشکر اخی اسلامی جب میشه در مورد صادرات کشور ما با آسیای میانه بگوین که چقدر صادرات مو داریم با آسیای میانه و در مورد دهلیز هوایی که به خاطر صادرات ایجاد شده مننه اول به د صادراتو د آسیا میانه خبرو او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره منګه له دولارو نه نختی ترکمنستان او د ازبکستان لاري د ریل په پټلو باندې وصل شوی چې دوه ځلې د ریل په ریل هغه نه چین نه راغلی دا تر اوسه پورې د شیرخان بندر او حقینیت وبخې هراتان او حقینیت خپل اموال راوړې دي له بده مرغه دا تر اوسه دا ټول واردات دي تر اوسه مونږ نه یو توانېدلی چې د ریل لارې مونږ صادرات ولرو خصوصا هغه مثلا سنگ مرمر دی او د صحی بوټي دی وچې او تازه میوې هم دي تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نه ده توانېدلی چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو سره دوه اړخیزې او څو اړخیزې ترانزیټي هوکړه لیکونه امضا کی تر څو د هغې پر اساس موږ وکولی شو چې کله له هغې طرف نه مال راځي په اورګاډي یا ریل خط کې له دې اړخ نه هم زمینه مساعده وي او انتقالات وکړو دا خبره په خپل ځای باندې لا تر اوسه پاتې ده که څه هم ټاکل شوی چې په دې نږدې راتلونکي کې په بله میلادي میاشت کې ولسمشر غني د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سفر ولري تر څو
د همدغه هیوادونو سره د دغه ستونزې د حل په لارو چارو باندې خبرې وکړي، تر څنګ یې یوه بله ستونزه لا هم تر اوسه پورې د افغانستان په په بندرونو کې پاتې ده، کومو سیمو ته چې ریل راځي هلته په هغه اندازه چټک معیاري او سټانډرد سیستمونه نه دي فعال شوي تر څو د بارګیري په چټکۍ سره د ریل خالی سي او په چټکۍ سره نور بارونه دی دا بیرته بار کړی سي. دا ستونزه هم په خپل ځای پاتې د هوایي دالیز خبره چې تاسو یادونه وکړه د هند سره چې د سوداګرۍ خونې و آریانا افغان هوایي شرکت په هوکړې باندې دا دالیز پرانیستل سو چې د آریانا افغان هوایي شرکت ونه توانېده په هغه وخت باندې خپل مالونه ته انتقال ورکړي له بده مرغه چې دا بهیر یو څه ټاکنی سو، خو اوس د یو خصوصي هوایي شرکت لخوا نه انتقالات پیل دي. لا هم افغان سوداګر وایي چې په ډیلی کې دوی ته یعنی دوی نسی کولی چې ډیر زر خپل مالونه د هند هغه نورو بازارونو ته واستوي، ځکه چې په ډیلی کې وی ګڼه ګوڼه زیاته ده، هوا ګرمه ده، دوی ته کوم ځانګړی جای نه ده په ډاګه سوی. دوی د یو فری زون یا د یو ځانګړي جای غوښتون کې دي تر څو دوی وکولی سي هلته خپل مالونه ویسي او له هغې لارې خپل انتقالات له نورو بازارونو ته اضافه کړي. د ګمرکي موضوعات دي، دغه هم یو څه اندازه دا بهیر ټکنی کوي، خو بیا هم هیلې شته ده چې که سکالونه توانیده دا بهیر جاری و ساتل سی پر اطلون کی کلونه که با دا بهیر خم مدیرت سی او داغ لگی وڑی ستونزی چوی دا به حل سی. منځنۍ اسیا ته موږ تر اوسه پورې صادرات نه لرو د وچو تازه میوې له نیکه مرغه په روان کال کې دا چې د هند او پاکستان رقابتونه دي که څه خبره ده هغه د دوی مربوط کیږي، خو پاکستان هم اجازه ورکړه چې د ورځې له افغانستان نه 2500 ټنه د ځمکې له لارې تازه میوه انتقال شوې او د جنوبي اسیا بازارونو ته یې لار پیدا کړې ده. خپله پاکستان کې هم خریداري شوې او هند ته هم انتقال پیدا کړی. اصلا شما گفتین که ما تا کنون واردات داریم اما صادرات نداریم، دلیلی که صادرات نداریم چرا و دلیلی که مثلا ما بیشتر صادرات واردات داریم بیشتر از کدام کشورها؟ ما مثلا میوه تازه باشه، میوه خشک باشه یا دیگه هر نسخه که باشه د کورنیو بازارونو ته چلار سي د وچ او تازه میوه د نړۍ د ډیرو هیوادونو له ترکیې نیولې چین حتی جاپان متحده عربي امارات ګاونډي هیوادونه منځنۍ اسیا هیوادونه د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو نه حتی د ټولې نړۍ له هیوادونو نه ته کولی شي د افغانستان په مارکیټونو کې د دوی اجناس وګورې بیلابیل او د صادراتو خبره د تاسې هدف که د تازه میوې نه وي چې موږ ولې صادرات نه لرو. د افغانستان حکومت خپله د تجارت وزارت نه ده توانېدلی، د فوایدې عامې وزارت نه ده توانېدلی تر اوسه پورې د بارکوډونه جوړ کړي د افغانستان د ریل لپاره او دا د دوی ستونزه ده. تر څنګ یې خپله حکومت د بهرنیو چارو وزارت سره له دې چې یو اقتصادي معینیت هم یې رامنځته کړی بیا هم دوی نه دي توانېدلي چې باید د ریل د پټلۍ سره سم دوی دوه اړخیزه هوکړې لیکونه درلودلی. هغه میوې چې موږ مثلا لرو مثلا انار دي، زردالو دي، انګور دي، خټکی دی، اندوانی دی، دغه د منځنۍ اسیا هیوادونه لکه تاجکستان او ازبکستان دا هیوادونه هم دغه دا ډول میوې لري، خو مهمه دا هغوی نه غواړي چې د خپلو میوو مارکیټ یې خراب سي. هدف د ټولو یو ده چې د افغانستان سوداګر هم غواړي د منځنۍ اسیا له لارې تورې بهیرې نه اروپایي مارکیټو ته لار پیدا کړي او هغوی تیار لار لري. باید د قانوني بهیرونه د یو پروژې ټول تکمیل وسیږي چې دوی نه دي توانېدلي تر څو دا مشکل حل کړي. اوس خپل رئیس جمهور دا بهیر تعقیبی او هیلی داسې پیدا کیږي چې شاید دا ستونزه به حل سي، خو د میوې موسم به تیری بیا هم مثلا د سنگ مرمر دی او د کیمیاوي بوټي دی او په نورو برخو کې چې موږ وچې میوې دي د هغې برخه کې به یو څه استفاده ترې وسي. آقای اسلام، در مورد وضعیت بانک های خصوصی هم میشه کم معلومات بتین؟ در کشور وضعیت امنیتی در افغانستان خراب است، پس ما که شاهد بودیم چند روز قبل هم کابل بانک از طریق مخالفین مصالح دولت انفجار داده شد و اونجا حمله انتحاری صورت گرفت. در مورد بانک های خصوصی و وضعیت بانک های کشور خود ما مگه کم معلومات بتین؟ تر کم اندازه چې موږ د خصوصی بانکونو له وضعیت
دغه سره مصاحبه کړي د بانکونو وضعیت خدا د خصوصي بانکونو دی وی د تیرو کلونو په پرتله د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر سوی د خلکو خپل پیسې سپارلې دی او یعنی بانک په افغانستان کې اوس د خلکو لپاره یو باوري سرچینه په توګه د خپل د مالی سیستمونو د ساتنې لپاره یو ښه درز ده. خو بیا هم مثلا ناامني او په هیواد کې کله ناکله بعضی پیښې د بعضی بانکونو نمایندګیګانې، البته دا بانکونه دولتي بانکونه دي، د خصوصي بانکونه نه دي او د خصوصي بانکونو وضعیت ښه ده. خو بیا هم په ټوله کې د بانکونو د بانکي خدمتونو او نه ډیر خلک راضی نه دي، هغه څه څنګه چې باید په کار و هغه څه ګړندي نه دي، خدمتونه یې کارونه یې سست دي. خو مګم هیلې او امید ستا ده چې په دې برخه کې هم کارهای شما گفتین بانک های دولتی کارهای سست است و مردم بیشتر و بیشتر هدف دولتی بانکونو نه ده، هدف می ده چې کم نمایندگی کنه چې ول سوی هغه د نوی کابل بانک نمایندگی کنه ده، کاملا یو دولتی تقریبا نظامی بانک ده. نو په دې حساب باندې ملکی بانکونه مثلا موږ نور ډیر بیلابیل بانکونه لرو، هغه په آزاد لاس فعالیت کوي د هیواد په بیلابیلو برخو کې، د غوینه موږ کوم شکایت او کوم ستونزه او کوم تهدید څه نه لرو، او برعکس دوی وی که څه هم په هیواد کې امنیتي او بعض مشکلات شته ده، خود خلکو اعتماد په بانکي بهیر باندې زیات ده. په خپله په ځینو ورځنیو خدمتونو کې بانکي خدمتونو کې یو څه اندازه دوی ډیر ستانډرډ څه ویني دي او ډیر معیاري کار نه کوي او کارونه لکه پوس دي، خو طبعا ناامني او تهدیدونه او د بعض قوانینو مشکلاتونه دا شاید دای لامل کېدلی سي. او د افغانستان بانک لخوا نه د خصوصي بانکونو ډیر منظم نظارت نشتون هم د دې لامل کېدلی سي. کله ناکله په مجموع کې ډیری خلک موږ په صرافیانو کې یعنی فزیکي پیسو نه ډیر استفاده کوي، چې دغه خپله ډیر د فزیکی پیسو نه استفاده د پیسو د لمنځه تلو لامل کیږي. او یعنی هیله او توقع دا و چې باید ټول سیستم الکترونیکی سوی وی او په الکترونیکی سیستم باندې د پیسو راکړه ورکړه به کمه وه، او یعنی هدف مې دا ده چې دغه یو معیاري سیستم ته لا هم نه دی رسیدل. آقای اسلام، حالا به یک سوال برمیگردیم که مثلا وضعیت گذشته از وضعیت امنیتی اقتصاد مردم، چون امنیت که نبود اقتصاد هم ضعیف است در کشور. حالا یکی از مشکلات شهروندان ما در ایام عید، چون امروز هم روز عید است و مشکلات شهروندان ما از ناحیه بلند رفتن مواد خشک، مثلا میوه‌جات خشک و همچنان از مواشی است. می‌بینیم که مواد میوه خشک یک قیمت مناسب نداره و نظارت درست هم صورت نگرفته از طرف حکومت. در این مورد چی فکر میکنین؟ چرا نظارت درست و در یک جا یک قیمت از جای دیگه دیگه قیمت و قیمت ها هم بالا رفته و افزایش یافته؟ یو خود تنگ سنگ چتا سپیه گی در افغانستان در آزاد بازار سیستم در دیر حکومت ډیر په خلاص لاس مداخله نسی کولای، که مداخله هم کوي په ځینو برخو کې هغه باید دوی خپل مارکیټ ته جنس وړاندې کړي، او یو څه اندازه دوی مسؤلیت هم لري د نظارت. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ هم یعنی د مذهبي مراسمو یا د مذهبي ورځو په د لمانځلو په برخه کې طبعا یو دم سره ډیر خلک بازار ته مراجعه کوي. د افغانستان د حکومت دا خصوصا د تجارت وزارت دا یو د کمزورتیا نښه ده چې دوی یو دقیق آمار نه لري چې موږ څونه ضرورت په داخلي مارکیټ کې لرو او څونه باید اضافه پروګرام ولرو ورته. نو د دې پروګرام لپاره دوی دقیق هغه نه لري، تنه یو آمار نه لري چې دا په خپل دی یو بحران دی او مشکل د رامنځته کولو سبب کیږي. نو باید د سوداګری وزارت د مارکیټ نه دقیق ارزیابي درلودلی، په ماغه اندازه دوی ورته جنسونه درلودلی تر څو یې نرخ په یو منظم ډول سره ساتلی وي. مګم دا نشته ده او دا ستونزه همداسې پاتې ده. او په مجموع کې د قربانۍ د مواشي خبره تاسې یادونه وکړه، دې لپاره هم ډیری له پاکستان نه قاچاخي هغه کیږي راځي څاروي، د دې لپاره هم د کرنې او مالداري وزارت چې باید څنګه آمار ولري چې څونه خلک قرباني کوي او د کم معیار له مخې او په کومه برخه کې کم څاروي باید څونه وروزل سي. متاسفانه په دې برخه کې هغوی هم
کار نده کرده. با تشکر از اسلم حجاب مسئول بخش اقتصادی آریانا نیوز، با تشکر از توجهتان به برنامه آغاز روز. برنامه آغاز روز در همینجا به پایان رسید.